بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 16 ماه اکتبر سال 2020 میلادی، برابر با 25 مهر ماه 1399 و دنیا قراش میشه است. این سرتیتر خبرها، یک خبر یک جمله. مثل دیروز داشتم تلویزیون من و تو رو نگاه میکردم، یه آقای اومده بود، حالا میخواست یعنی خبر بگه، بعد تو خبرها گفت که چین که خواستگاه کرونا هست، الان تلفاتش کم شده. من یکم فکر کردم خواستگاه یعنی چی؟ حالا پایگاه، نمیدونم اولین کشور بوده، جایی که درست کردم، ولی خواستگاه. در هر صورت ماها که تو تلویزیون نشستیم، ماها مثل شما انسان هستیم و گاهی اشتباه میکنیم و بعضی وقتا به اشتباه خودمون اقرار میکنیم، بعضی وقتا وای میسیم و پافشاری میکنیم. برای یه دوستی اشتباهی این ماجرای You are welcome, you are more than welcome و وقتی نوشته بودم نوشته بود You are more than welcome، اون به جای بیشتر نوشته بود. اون وقت این دوستمون غلط ما رو متوجه شد و نوشت برامون، گفتم که من چون دبیر بودم و معلم بودم میدونم که معلم ها هر وقت اشتباه میکردن مگه قبول میکردن؟ آقا پسره دختره شاگردشون میگو که آقا اینو اشتباه نوشتی، خانم اینو اشتباه نوشتی، اول که قبول نمیکرد، یه ربع ساعتی بحث میکرد، بعد که میفهمید اشتباه کرده میگو آفرین من اینو اشتباه نوشتم که ببینم شماها حواستون به کلاس هست یا نیست. بگید ببینیم که اوضاع و احوال در محلی که شما هستین، در کشوری که شما هستید چگونه است. دیروز باز با یکی از دوستان صحبت می‌کردم که این دوست ما قبلا در هند بود، لطف داشت به من و من رو هم دعوت کرده بود که برم اونجا، و هند و چین و خیلی کشورها و خیلی جاهای دیگه هست که من هنوز مایل هستم ببینم، که متاسفانه به خاطر این کرونا فعلا منزل نشین شدیم و جایی نمیریم. و این دوستمون الان در ایران هست و داره کاراش انجام میده که بره یک کشور غربی، اونجا بهش اجازه دادن، بهش پیشنهاد کار دادن و خیلی جالبه. همون جوری که براتون اون روز گفتم، این دوستان هنرمند مخصوصا گاهی وقتی یه چیزایی مینویسن که اگه خودشون برگردن نگاه کنن میبینن چقدر مسخره است. مثلا این دوستمون نوشته بود که بله ما میجنگیم و بعد میرویم. گفتم آقا دیگه اگه میجنگی چرا میخوای بری؟ چون میدونی جنگت بی نتیجه است و پیروز نمیشی، میخوای فرار کنی، مثل من، مثل شاه میخوای در بری. در هر صورت امیدواریم ایشون بجنگه، موفق بشه و یک کشور خوب، آباد، آزاد بسازه. ولی به درستی دوستان، اگر من و شما هم بریم ایران یه کاری بشیم، مثل همینا دیکتاتور نمیشیم؟ مثل همینا دوستامون، فامیلمون، اقواممون رو نمیاریم سر کار؟ مثل همینا آقازاده ها نمیدونم سوء استفاده نمیکنن؟ آقای تاجرزاده یه ویدیویی رو من دیروز روی اینترنت توسط یکی از دوستان خوب فرستاده بود دیدم، و تاجرزاده میگه من اصلا مخالف این جمهوری اسلامی ام، ولی میگه از خودتون سوال کنید. اتفاقا فکر کنم روی فیسبوک آقای لادن هست، اگه وقت بشه میریم نگاه میکنیم. میگه از خودتون سوال کنید. امشب اصلا اینا تصمیم گرفتن برن یه کشور دیگه، پولا رو برداشتن رفتن، فردا چی میشه؟ و هی نگید که مردم تصمیم میگیرن و اینها. همون سوالی بود که من از آقای فرزاد نیساری کردم ضمناً هفته گذشته، حتما برید ویدیو رو نگاه کنید، اون پرسش بسیار ساده‌ای که من از فریاد آقای نیساری کردم به عنوان کسی که پدرش کارگره، امروز حالا پدرش با وجودی که فوت شده تصور میکنیم فوت نشده و توی جاده ها داره کار میکنه، زحمت میکشه. این راننده ها خیلی آدم های زحمتکشی هستن، خیلی کم توقع هستن. زمستون با این آهن سرد، تابستون با این آهن گرم، حالا شما مزید بر علت توی جاده های بد ایران، چه زمان شاه احتمالاً چه الان، بعض وقتا هم الان نشون میده اتوبان های اینجوری، تونل های اونجوری، پل های اونجوری، ولی یه دفعه یه جاده میبینی بین دو تا شهر، دو تا جاده باریک، این ماشینه تو خط اون میره، اون تو میره. اینا از ایشون یه سوال ساده ما کردیم و نتونست جواب بده. چندین بار از این شاخه به اون شاخه پرید و من با پررویی خاص
جلوی ایشون رو گرفتم، گفتم نه عزیز من، شما این یک جواب ساده من رو، یک سوال ساده من رو جواب بده. نتونست. و بعدم نوشتم شما گفته بودید دوشنبه یا یه روزی با هم باشیم، ولی من میبینم شما قرار هست برنامه داشته باشید، اون برنامه کجا هست و اینا، پاسخ ندادن. حالا دو دلیل داره، یا ندیدن، متوجه نشدن. چون یکی از دوستان گفت سوربی چیزایی تو به اصطلاح مسیجای تو هم به ما نمیرسه، مسیجای ما یا پیامهای ما هم به تو نمیرسه. دوستان فیسبوک هک شده و فیسبوک و توییتر و این وبسایت های بزرگ هر روز هک میشن و یه چیزی هست بهش میگن رانسام. رانسام نمیدونم تو ایران چی میگن، وقتی مثلا یه نفر رو گروگان میگیری، میگه تا این پول رو ندی، باج میگن، چی میگن، تا این پول رو ندی من اینو آزاد نمیکنم. راستی شما امروز متوجه چیزی شدید؟ تغییری توی تصویر، صدا، قیافه؟ بمانه. میگن فیسبوک هک شده برای رانسام، یعنی گروهی، حالا اینا میگن روسی و چاینیز و ایرانی، ولی نمیدونن، اگه میدونستن که میرفتن میگرفتنش. میگن اینا میان هک میکنن و بعد میگن اینقدر بده تا ما به اصطلاح درستش کنیم. بعد که اون پولو میدن دوباره هفته دیگه برمیگردن میگن اینقدر اینا. و متاسفانه هم سیستم های بیمارستان ها رو هک میکنن و ازشون پول میگیرن، باج میگیرن. حق و سکوت که نمیشه، نمیدونم چی بهش میگن، یادم رفته. یا ایمیل کنید، یا روی یوتیوب دیدم دوستان توی برنامه قبلی روی یوتیوب مینویسن. هنوز فیسبوک به ما اجازه نمیده به اصطلاح برنامه زنده داشته باشیم. مهم نیست، این رو میذاریم، احتمالا هفته آینده یا هفته بعدیش دیگه آزاد میشه. و فعلا از مردم tv.com، فعلا از یوتیوب لایو، فعلا از تویچ مردم تیوی میتونید تماشا کنید و به نظر من کافیه. اتفاقا دیروز با یه دوستی که میبینم هر روز روی فیسبوک فعال هست تماس گرفتم و گفتم آقا چیه، بعضیا میگن ما یوتیوب نمیگیریم. گو آقا میگیرن، یوتیوب چون بندویت بیشتری استفاده میکنه به نسبت فیسبوک، اینها باید شارژ بیشتری بخرن. بعضی کلمات هم تو ایران معنی و مفهوم خاص خودش داره، مثلا شارژ، اینا به یه چیزی که میری میخری برای اینترنت بهش میگن شارژ، یا میگه کارت تو بده من شارژش کنم. در صورتی که ما میگیم دیپازیت میکنیم یا میگیم میخریم یا شارژ و اینا رو فقط برای باتری و برای این چیزا استفاده میکنیم. یه چیز دیگه اینه که گوشی رو تو ایران به عنوان تلفن همراه رو میگن گوشی، در صورتی که گوشی، تلفن‌های معمولی هم گوشی و دهنی داره. گوشی رو، اینایی که تو گوشت میذاری، اینجا بهش ایرپاد میگن. هی این چیزا عوض میشه، ما باید باش عوض بشیم، اگه عوض نشیم میمونیم و در جا میزنیم. و اما متاسفانه خودکشی پسر 11 ساله بوشهری باز دیروز و اینها توی خبرها بود و این نوشته بود یا میگفتن که به خاطر نداشتن تلفن هوشمند یا اسمارت فون رفته و خودکشی کرده. گویا یک وبسایتی هست تو ایران که باید از طریق اون وبسایت یا از طریق اون اپلیکیشن یا اپ اینها درس و مشقشون اینها رو انجام بدن و این گفته چون نمیتونسته به این برسه به اصطلاح خودکشی کرده. متاسفانه به جای این که یه نفر بیاد بگه آقا شما که میدونید این آخوندها دزدن، آقا شما که میدونید اینا دیکتاتور هستن، چرا نشستید منتظر اینا؟ خودتون به خودتون کمک کنید، بیان یه محله، یه مسجدی، یه نمیدونم چی بگم، انجمن خیریه ای برای اینا بخره. هی میشینن نق میزنن و هی دروغ تحویل من و شما میدن. مثلا یه نفر آمده میگفت اصلا خودکشی جوانان در هیچ کجای دنیا وجود نداره. گفتم آقا گوگلش کن، گوگل کن ببین چه اینایی که همدیگر رو میکشن، بچه های جوان، چه اونایی که خودکشی میکنن. یه نفر برای من لینکشو بفرسته دیگه. حالا این روزا فیسبوک هم، با فیسبوک میتونید بفرستید، با من در تماس باشید، ولی نمیدونم اون چون برنامه زنده نیست ممکنه شما روی برنامه نباشید. در اصل متاسفم که یک خانواده ای فرزندش رو از دست میده به خاطر این موضوع و موضوع خودکشی، مخصوصا الان به خاطر
وجود کرونا و افسردگی مردم، تعداد خودکشی ها در سر تا سر جهان بالا رفته، تعداد طلاق ها بالا رفته، تعداد اینایی که به فکر این میفتن که دیگران رو بکشن از سر راه خودشون بردارن بالا رفته. اینم ماجرای خودکشی پسر 11 ساله بوشهری که متاسفم من و شما هفته دیگه یادمون میره، ولی اون پدر و مادرش هستن، مخصوصا مادرش هست که تا آخر عمر یادش نخواهد رفت. و اما فیلم این هفته رو بهتون پیشنهاد بکنم، فیلم 5 ستاره رو ببینید. حالا آقای اکبری و دیگر دوستان میگن این سربی گیر داده به 5 ول نمیکنه، اونجا 5 تا 5 بود، حالا 5 ستاره. به نظر من یه فیلم جالبی بود از درد و رنج و بیکاری در ایران، از سوء استفاده افراد، اینها صحبت میکنه و یک سال چیزی هم داخلش بود. اگه نگاه کردید شما به من بگید که آخرش به اصطلاح ساعت رو چه کسی دزدیده بود. این فیلم جالبیه و یه مقداری دقت میخواد، که البته من فکر کردم و فکر میکنم که پیدا کردم اون دزد ساعت رو، و فیلم خوبی بود، به وقتش میارزه یعنی که بشینید و نگاه کنید. آقای خسرو بهرامی هفته پیش پیغام گذاشت بود، ما پیغامشون رو بدون هیچ قطع و وصلی پخش کردیم. بعد از برنامه دوباره پیغام گذاشته بود و گفته بود که من دوست ندارم با اسکایپ یا با تلفن برنامه داشته باشم و دوست دارم که حضوری باشه، حتی اگه میخواییم با ماسک. ببینید آقای بهرامی، شما این حرفی که میزنی تقریبا مثل حرف ترامپ. ترامپ مردم دارن میمیرن، همه میگن چیز به اصطلاح ماسک باید بزنیم، این میگه من ماسک نمیزنم. میگن خب آقا بیا به صورت مجازی یا غیر حضوری مناظره کن، میگه نه من نمیام. حالا مخصوصا شما که از شهر نیویورک هستید، شما الان مثل آقای ترامپ که توی وایت هاوس چه مصیبتی را انداخت و از دوستان نزدیک و اونایی که براش کار میکردن بیشتر از ماها خطر این رو دارید که کووید 19 یا کرونا داشته باشید. و به نظر من ما هر کدوممون باید عادت کنیم. اولین روزی که من و شما صحبت کردیم با تلفن بود، یادم نمیاد هیچ وقت با اسکایپ با شما برنامه گذاشته باشیم. با آقای مصطفی زاده از هلند با اسکایپ برنامه داشتیم، برنامه های خوبی هست، هنوز روی یوتیوب میتونید ببینید. و به نظر من شما مثل ملا نصرالدین نباش بگه حرف مرد یکیه، من نمیخوام با اسکایپ پس همینه. ملا نصرالدین میگن ازش پرسیدن چند سالته، گفت 20 سال. 3 سال دیگه اومدن گفتن چند سالته، بازم گفت 20 سال. گفتن آقا تو 3 سال پیشم گفتی 20 سالمه، گفت حرف مرد یکیه. این از این آقای خسرو بهرامی و پیام آمدن اینجا. بله ایشون لطف کرده پیام گذاشته، ممنونم. ممنون از خانم ماندانا که هم لطف میکنن برنامه ها رو میبینن، هم تلویزیون مردم رو مدت هاست که حمایت میکنن. و از من پرسیدن که آقای سربی، اون خانمی که شما گفتید با وجودی که به اصطلاح مخالف شماست ولی تلویزیون مردم رو نگاه میکنه، همون خانم نیر ایروانی قربانی است یا خانم نیر قربانی ایروانی است؟ گفتم بله. اجازه بدید که من عکس خانم ایروانی رو هم اینجا به شما نشون بدم. حالا این ایروان درسته یا ایروان درسته اون مهم نیست، مهم اینه که این خانم یک بانوی نیکوکاری بوده، چه به آدمها چه به حیوانات کمک میکرد. من یادمه وقتی که ما اون مسئله آقایی رو در ایران نشون دادیم که کمک میکنه به سگها و اینها، ایشون خیلی کمک کرد. در صورت یادش گرامی باد، روانش شاد. و من خودمم متوجه شدم از طریق دوستان که ایشون فوت شده. و یادتون باشه دوستان، اگر صفحات فیسبوک دارید شما میتونید به فامیلتون، اگه فامیلی ندارید یا فامیل مورد اعتمادی ندارید، به دوستانتون اجازه بدید که اگه شما فوت شدید یا خواستید اونا به اصطلاح خواستید که نه، اونها بعدن این خبر رو به دیگران بدهند و
فیسبوک شما حتی اگه میخواد بسته هم بشه با یک خبری که چرا بسته شد باشه. و اما صحبت از یه فامیل مورد اطمینان، چند روز پیش یه نفر با من تماس گرفت و گفت سوری شما قبلا هم در رابطه با ایران و اینایی که خارج هستن و میرن ایران یه خونه ای میخرن، سرمایه گذاری میکنن، پولی در بانک میذارن، پول به فامیلشون میدن، فامیلشون توی کاری به اصطلاح شرکت کنه، بعدن باعث دلخوری میشه، پول همدیگر رو میخورن، نمیدونم پشت سر همدیگه حرفای بد میزنن و اینها صحبت میکردین. حالا چرا نیست؟ گفتم خب حالا دیگه بیننده و شنونده های ما عاقل‌تر شدن، از این کارا نمی‌کنن، با فامیل و دوست معامله نمی‌کنن، چون میدونن به شروع به مجرد اینکه این کار را انجام بدن دوستی و فامیل بودنشون به اصطلاح خطر میفته و احتمالاً از بین میره. ولی ماجرایی رو که ایشون میگفت، گفت که دو تا یه خانواده‌ای که به اصطلاح 6 نفره بودن و اینها، چند تا پسر چند تا دختر و اینها، بعد حالا چند تاشون فوت میشه و اینها، دو تا دختر باقی میمونه، دو تا پسر و هم سنا بالا، و چون این دو تا پسر توی خارج زندگی میکنن و مادرشون مجبور بوده که با دخترها و دامادشون زندگی کنه، یه مقداری معذب بوده، ناراحت بوده که باید خونه دامادش باشه و اینها. این پسرها تصمیم میگیرن که یه آپارتمان بخرن برای مادرشون و مادرشون در اون آپارتمان زندگی کنه، مستقل باشه، و این کار را انجام میدن. تا اینجا رو متوجه شدین؟ دو تا پسره پول میدن توی ایران، توی شیراز یه آپارتمانی میخرن برای این مادر به اصطلاح کهنسال، و اون دوتا دخترم خب اونجا هستن، حالا دیگه سری بزنن دکتر و فلان و اینها. و مدت ها که میگذره و اینها، چند وقت پیش این مادر فوت میشه، از دنیا میره. حالا اون آپارتمان رو وقتی میفروشن، خب باید پولش رو بفرستن به این دوتا پسر. این دوتا پسر یکیش فوت شده، قانونا خب باید بدن به خانمش و بچه هاش که خارج هستن، آمریکا هستن، و یکی دیگه‌اش زنده است. گویا خواهرها به اصطلاح با هم دست به یکی کردن و یا همدست شدن و این آپارتمان رو یا سهم یکی از این پسرها رو بالا کشیدن. جالب اینه که خود خواهرها هم بعد با هم باز دعواشون شده و یکیشون سهم اون یکی رو بالا کشیده. عجب روزگاری‌ها، عجب دنیاییه. واقعا من بعضی وقتا لذت میبرم که چیزی ندارم که مثل سعدی که گفت هر که بامش بیش برفش بیشتر نگرانش باشم. شب خوابیدیم صبح بیدار شدیم از دنیا بیدار شدیم شب بیدار... صبح بیدار نشدیم و از دنیا رفتیم، تازه باید فامیل و دوست و آشنا یه مخارجی هم برای کفن و دفنمون بدن که من گفتم وصیت کردم هنوز نوشتاری ننوشتم که بسوزینید و این خاکستر رو من رو، حالا خیام گفته بود خاک در خم سازید ولی خاکستر ما رو بریزید هر جایی که دلتون خواست. ما یه سگی داشتیم چند مدت پیش، وقتی فوت شد سوزوندنش، خاکسترش رو توی حیات خونه به اصطلاح خاک کردن و یه سنگ کوچولو هم روش نوشتند و گذاشتند. در اصل اجازه بدید من اینجا اینو خط بزنم. ممنون از ماندانا خانم که لطف کردن راجع به خانم نیر ایروانی قربانی یا خانم نیر قربانی ایروانی صحبت کرده بودن. و یادتون باشه این خانم ایروانی همسرش داداش صاحب آقای ایروانی بوده که صاحب کفش ملی بوده، و این آخوندهای احمق وقتی میخواستن صاحب کفش ملی رو اعدام کنن، به جاش اشتباهی داداشش رو اعدام میکنن و اون بنده خدا برادر شوهر خانم ایروانی میگه که خانم ایروانی برای من نوشته بود یا گفته بود تو تلفن که تا موقعی که زنده بود خجالت میکشید که این زنده است و به جای این شوهر اون یکی رو کشتن. ببینید چه جنایاتی اینا انجام دادن. و باز داشتم نوشته ها رو میدیدم که خیلی ها پیشنهاد کردن به خامنه ای که آقا بیا برو از کشور، تا هم
مثل شاه جونت رو وردار و فرار کن. البته قال شاه و خانوادش جواهر مواهرها رو هم بردن بار زدن. این روزا امکانات برای آخوندها بهتر شده، اینا قبل از این که برن پولا رو فرستادن اینجا و اونجای دنیا و پیشنهادات بهشون این بود که بلنشین بری ماجراهای ارث و میراث و ایرانی های ایرانی و خارجی رو هم خط بزنم اینجا. و این هم از این ماجرای خانم نیر ایروانی و اون چیزی که میگن که مرده آن است که نامش به نکویی نبرن، همین که این بنده خدا 2 هفته 3 هفته پیش فوت شده و من و شما امروز از آمریکا و کانادا داریم در موردش صحبت میکنیم، مخصوصا در مورد خوبیهاش، نشون میده که آدمها به اصطلاح زنده هستند و از بین نمیرن. البته یه چیزی رو یکی از دوستان برای من فرستاده بود، خیلی جالبه، الان دارید میبینید، میگه در دنیایی که روزی روح خودم مرا ترک میکند از دیگران دیگه نباید انتظاری از دیگران نباید داشت. البته یادم میاد به اون شعری که زمستان آقای سالس میخون، ها اینا هم از بس اسماشون رو چیز میکنن آدم یادش میره، چی بود اسم این آقای مهدی اخوان سالس، میگفت که نفس که از گرمگاه سینه بیرون آمد مثل یک غباری جلوتو میگیره، بعد میگفت نفس کینه است پس دیگر چه چشم داری ز دست دوستان دور یا نزدیک، که خودش حتی تو دیکلمه و شجریان توی خوندن اشتباه میخوندن چه چشم داری ز چشم دوستان دور یا نزدیک. کسی از چشم دیگران انتظار نداره، میگن چشمش به دست دیگرانه. صحبت از شجریان شد در این یه هفته‌ای که از هنوز یه هفته نشده دفن شده، شنبه فردا میشه یه هفته گذشته، خبرهای متفاوتی دیدیم، از این ور یکی شجریان رو کرده بت، بردتش نزدیک فردوسی که فردوسی فارسی رو زنده کرد، شجریان موسیقی ایرانی رو. آقا مگه موسیقی ایرانی مرده بود؟ این مزخرفات چیه شما میگید؟ همون فردوسی رو هم آقای احمد شاملو به خوبی آمد توضیح داد که آقا فردوسی اینجوری بوده اونجوری بوده، ولی ملت وایسادن به جایی که برن دنبالش تحقیق کنن فوشش دادن. و شاملو خیلی قشنگ در مصاحبه‌ای که با ایرج گرگین انجام داد گفت خیلی جالبه، طرف که در تمام عمرش حتی لای یکی از صفحات شاهنامه رو باز نکرده، به منی که وقت گذاشتم عمر گذاشتم تحقیق کردم پژوهش کردم و آمدم میگم آقا تو خود این داستان، خود کوروش و داریوش میگن ما کلیمیار ما برده ها رو دادیم به صاحبشون، یعنی چی؟ یعنی آزاد نکردیم برده. خلاصه ماجرا خیلی زیاده. آقای شجریان باز آقای احمد شاملو به درستی توضیح میده و من تازه اون موقع بود فهمیدم که چرا من از این رفتن و کلاس موسیقی ایرانی اونجوری که باید و شاید لذت نبردم، یاد نگرفتم و اومدم بیرون. آقای شاملو توضیح میده که آقا این 70 دستگاهی که ما داریم، نمیدونم ماهور و این و اون و شور و سگاه و فلان اینها، چرا تا حالا بهش اضاف نشده؟ ما که افتخار میکنیم موسیقی ما یک نمیدونم کلید یه چهارم داره که اونا ندارن، خب اینا نشستن حالا الاف ما هر روز این موزیکای جدید دنیا میاد میره، خواننده ها میاد موزیکای جدیدتری میاد، ولی ما ایرانیان نشستیم و شما نگاه کنید اولا این مرغ سحر چه مصیبتی شده، چه به سر ما آورده. گفتیم آقای شجریان بنده خدا میمیره همراه خودش، از مرغ سحر هم ما رجات پیدا میکنیم. مرغ سحر دست بردار نیست، از این ور دخترش میاد میخونه، از اون ور دیگران میان میخونن و ول کنید برید یه چی جدیدی بخونید، برید یه دستگاه جدید بزنید. دیدم آقای مانی خورسندی نوشته بود شجریان تا زنده بود
کسی جرأت نکرد. گفتم آقا یعنی چی؟ یعنی از شجریان میترسیدن؟ یعنی مثلا من اگه تو آمریکا میگفتم آقا شجریان این کارش درست نبوده که زنش رو که توی بدبختیاش باهاش بوده، 3 تا یا 4 تا بچه، یه جا میگن 3 تا بچه از اون داشته، یه جا میگن 4 تا بچه، یه جا میگن از این خانم جدیدش که 20-30 سال از خودش جوانتره 2 تا بچه داشته، یه جا میگن یکی داشته. بگذاریم، آقای شجریان بلند میشد میمد اینجا. اتفاقا من یه دفعه که اینجا بود، 2 دفعه دیده بودم ایشونو، ولی یه دفعه باهاش عکسم گرفتم، باهاش صحبت کردم. آدم خوبی هم هست، ولی قرار نیست اگه کسی آدم خوبی هست اشتباهاتش رو نگیم، مخصوصا اگه هنرمنده. یه چیز دیگه ای که من دیدم، هی میگن که زندگی شخصیشون به خودشون مربوطه. نه خیر آقا، نه خیر خانم. اگه من سوربی هستم، 2 نفر منو بیشتر از شما میشناسه، پابلیک فیگر، اون یکی که سیاست مداره، اون یکی که مسئول دولته، اینا زندگی شخصیشون در ملأ عام هست و عام مردم میتونن درباره زندگی شخصیشون صحبت کنن. همینجوری که میشینه تو مهمونی ها، اون میگه نمیدونم سوربی مأمور جمهوری اسلامیه، اون میگه شبخیز از فلان حقوق میگیره، این مزخرفات رو میگیم، حقایق زندگیشون هم اگه بگیم هیچ اشکالی نداره. به 2 دلیل، یکی درسی میشه برای دیگران، یکی هم این کارا رو انجام داده. اگه بد بوده خب اون باید خجالت بکشه، نه اینکه داره این خبر به شما میده. توی برنامه قبلی، برای اینکه بهتون بگم بعضیا چقدر نادانن، این آقای لادن لطف میکنه به اینها میگه کمدان و چقدر الاغ تشریف دارن. حالا دوستمون از خلیج فارس میگه آقا چرا به الاغ توهین میکنی؟ یک خانمی که تصادفاً فامیل اونم مانیه، ماندانا مانی، این خانم برداشته تو برنامه اکس مجاهدین نوشته آقا چرا به آقای شجریان توهین میکنی؟ اولا ببینید این چقدر خره، هر سخن جایی یا هر نکته مکانی دارد و رعایت نمیکنه. بعد من ورداشتم این نوشتهشو، بعد مینویسه پس من درست گفتم که شما ورش داشتی، من بلاکش کردم، میخواستم باهاش کلکل کنم، خب رو برنامه بودم، میخواستم بس بگم منم میام مینویسم توی صفحه شما، شما یک زن هرزه و تنفروش هستید، اگه شما اینو ورداشتید معنیش اینه که یعنی من درست گفتم، یا از اصل معنیش این بوده که من آدم بیشعوری هستم که میام یه چیزی که به من مربوط نیست، برنامه‌ای که به من مربوط نیست، یه چیز بی ربط دیگه بهش اضافه میکنم. دوستان، ما همین فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و تلگرام رو کم داشتیم، فرهنگمون که ماشالله الله اکبر بالای تاخچه است، به قول آقای رفرف، رف یعنی تاقچه، گفتم چرا فامیل شما رف رفه، گفت ما یعنی تاقچه بالا هستیم دیگه. خب هممون تاقچه بالا، فرهنگ چنین و فرهنگ چنان. همین آقای شجریان بارها از سنت شکنی استفاده کرده بود، برای چی؟ برای که داشت پسرش رو، همایون رو توجیه میکرد به مردم که آقا این پسر من هست ولی قرار نیست درست مثل من بخونه، اگه مثل من بخونه که شما شجریان رو داشتین، حالا دیگه شجریان جونیور رو برای چی میخوان؟ کارمون خیلی خرابه. این هم از این ماجرا. و اما گویا من ندیدم یا ویدیویی تماشا نکردم که خودم شاهد این باشم، اگه کسی لینکی داره دال بر این، لطف کنه ارسال کنه. گویا خانم شیرین عبادی گفته به خاطر اعدام نوید افکاری، نمیدونم این فدراسیون های جهانی چیز ورزش، نباید ورزشکاران ایرانی را بدن. دوستان یکم فکر بکنید، این خانم شیرین عبادی قاضی بوده، قاضی نه گازفروش نبوده، قاضی بوده، قضاوت میکرده در زمان شاه، از بعد از انقلاب خانم ها نمیتونن قضاوت کنن، شده وکیل فقط. این بعد شد فعال حقوق به اصطلاح زندانیان سیاسی و فعال اجتماعی، و بعدم میدونید شما این جایزه نوبل خیلی بزرگش نکنید، جایزه نوبل کافیه یه پروفسوری از یک جایی یه نامه بنویسه، که اونم اون آقای لاهیجی بود که بود یه نامه نوشته بود و یه جایزه نوبلی هم به ایشون دادن و یه 1 میلیون دلار. این معنیش نیست که جایزه نوبل به اوباما هم دادن که میلیون ها نفر رو در به در کرد، هزاران نفر رو کشته در جنگ‌های مختلف، حتی به این شارلاتان احمق
ترامپ هم پیشنهاد کرده بودن جایزه نوبل بدن، ولی فکر نمی‌کنم هیچ پروفسوری اینقدر احمق باشه این پیشنهاد کرده باشه، همین دوروبریاش نوشته بودن. در هر صورت ببینید، اینا فعالان سیاسی اجتماعی ما هستن. خانم شیرین عبادی، من هم اینجا دیدمش وقتی با همون آقای نمیدونم اینا فامیلیا لاهیجی لاجوردی فلان با اون اومده بود اینجا و اینها، و این به جایی که پیشنهاد کنه که آقا حالا اونا که انقدر ظلم میکنن به اینها، ما ورزشکاران رو اینجور و اونجور رو براشون یک وسائلی رو فراهم کنیم که بهتر و آسونتر بتونن توی مجامع بین المللی شرکت کنن، این اگر همچین چیزی رو گفته باشه به نظر من خیلی احمقانه است. گفته که ورزشکاران ایرانی رو جلوشون رو بگیریم و اجازه ندیم که در به اصطلاح چیزای دولت، چیزای ورزشی جهانی شرکت کنه. و اما میگه که کوینز نرس ترون فرام اس یو وی اند کیلد این فیوری لیت نایت ریک. میگه که یک خانم، یک پرستاری، حالا نرس میتونه زن باشه میتونه مرد باشه، توی کوین از یه ماشینی SUV، این تو ایران بهش میگن شاسی بلند، SUV یعنی Sport Utility Vehicle، ماشینایی که تقریبا اون وقتا مثل جیپ و اینها بود، اون آهوی بیابان، عروس خیابان اینها بود. بعد چون مینیون و اینها اومد، حالا من نمیدونم تو ایران به مینیون چی میگن، ولی تو ایران به این میگن شاسی بلند، در صورت که شاسی بلند غلطه. شاسی بلند یعنی شاسیش درازه، این میشه شاسی بالا، ولی نمیگن شاسی بالا. بماند یک نرسی افتاده و از ماشین تو تصادف بیرون و کشته شده. اوضاع نیویورک خیلی بده، مشکل داره شهردار نیویورک، مشکل داره گاورنر نیویورک و مشکل داره ترامپ با همه اینها، و صحبت از ترامپ شالاتان شد. میدونید این داشته دروغ میگفته به همه که میگفته من هر روز چند بار امتحان میشم و کرونا تست میکنن، پس من چون منفی هست تست اوکی هم که با این اون باشم. معلوم شد دروغ گفته. حالا دیشب یه مصاحبه بود، ازش پرسیدن تو کجا گرفتی، کی گرفتی، میگم من نمیدونم، حالا اون مهم نیست، مهم اینه که من اینجا هستم و پیروز شدم و اومدم بیرون. و بعدم که گفت خدا با من بوده و این یک رضای چیز بوده، به اصطلاح نعمتی از طرف خدا بوده. من با یکی سر کار صحبت میکردم، گفت بله این ترامپ نعمتی از طرف خدا بوده. گفتم شما ترامپ قبول داری؟ گفت بله. گفتم این که کرونا نعمتی از طرف خدا بوده قبول داری؟ گفتم پس من امیدوارم خدا این نعمت رو به شما هم عطا کنه. گفت آقا این چه حرفی میزنی؟ گفتم آقا خودت داری میگی. 15-16 روز بیشتر به انتخابات آمریکا نمونده، ولی اگه برگردید نگاهی بندازید به انتخابات سال 2000، توی اون انتخابات هم همون روز انتخابات نتیجه قطعی معلوم نشد، حتی کشیده شد به دادگاه. و اگه یادتون باشه جورج بوش به اصطلاح با تقلبایی که کردن و با ریپابلیکنا کسافتکاری که کردن به دادگاه و اینها، میتونست آقای الگور این رو کشش بده، ولی الگور گفت من مملکت برام مهمتر از اینه که من بیام 4 سال یا 8 سال رئیس جمهور بشم، برو آقا این کسافت میخواد بشه. حالا اون موقع به این جورج بوش میگفتیم کسافت، هنوز نرسیده بودیم به ترامپ که معنی واقعی کسافت رو درک کنیم. گفت بره این بشه رئیس جمهور، ببینم چه غلطی میکنه، که دیدید دنیا رو به اصطلاح دوباره بعد از جنگ جهانی دوم به خاک و خون کشیدن، چیزی که بعد از الان 19 سال هنوز افغانستان و نمیدونم پاکستان و کشورهای دیگه توی این جنگ ها دارن میسوزن، مردمشون بیچاره و بدبخت و بدبختر شد. صحبت از بدبختی و بدبختر، باز پریروز من یک فرصتی داشتم با یکی از فامیلامون روی فیسبوک کلکل کنم و این دوستان نشستن منتظر که ترامپ برنده بشه این بار یک کاری بکنه. میگم آقا خب به عقلت مراجعه کن، این 4 ساله، حالا یه ماه کم 2 ماه کمتر، بیش از 3 ساله تو کاخ سفید هیچ غلطی نکرده، دیوار نساخته، تنها دیواری که ساخت دیوار ساخت دور آمریکا، هیچ کس ما رو راه نمیده که بریم کشورشون.
و فکر میکنی 4 سال آینده چه کار میکنه با آخوندها، کسی که الان داره علنا به شما میگه اگه من انتخاب بشم اولین تلفن از طرف آخونداست. میگم خب شما نگاه کن تفاوت روحانی، تفاوت خامنه ای و ترامپ رو برای من توضیح بده. اونا میگن مردم سختی بکشید، بدبختی بکشید، ما پیروزیم. اینم اینجا میگه مردم ایران سختی بکشید، گرونی رو تحمل کنید، ما پیروزیم. این ترامپ مایی که میگه منظورش کیه؟ جان بولتونه؟ اون آقای آبرامه؟ آقای آبرام این تو بی بی سی، این خانم رعنا نمیدونم چیه. آقا یکی هم که حرف حق میزنه فوشش میدن. آورده میگه آقا شما این برنامه ای که اجرا کردید به نتیجه رسید؟ میگه بله. میگه نتیجهش چی بود؟ میگه پول ایران رو نگاه کنید. میگه شما هدفتون این بود که پول ایران رو بیارزش کنید؟ بعد میگه نه، شما حرف آخوندها رو میزنید. میگه خب آقا به ما بگو شما هدفتون این بود که پول ایران رو کم ارزش کنید، پول ایران رو کم ارزش میکنید، برای کی؟ ضرر کیه؟ به این دوستم، به این فامیلمون. میگم عزیز من شما چرا برای من مینوشتی که من میتونم یک کتاب بنویسم؟ میگم آقا کتاب ننویس، حرفی رو که اول نمیگم بهشون که اینو ریگان گفته، از خودتون سوال کنید وضعیت شما بهتر از 4 سال قبل است یا بله یا نه. نگید که بله دلار من. بعد این دوستم توضیح میده من اون موقع نمیدونم یه خونه داشتم انقدر، چون دلار انقدر بوده خونه من اون موقع 1,000,000 فلان دلار بوده، حالا شده 200,000 دلار. میگم خب شما که ورشکست سیاسی شدی به خاطر این شارلاتان. من نمیفهمم. شما میدونید اینا که سرطان دارن وقتی که بهشون کیموتراپی میدن یا شیمی درمان، حقیقتاً به وسیله شیمی درمان اون سل کنسل رو گرسنگی میدن و به خاطر همین خیلی ها میگن ما نمیخوایم، میگن ما نمیخوایم بریم شیمی درمان چون شیمی درمان سختی میکشیم. خیلی ها میگن باشه ما میریم، یا میمیرن یا میان بیرون. حالا چیزی متوجه شدین تا حالا راجع به برنامه امروز؟ من امروز عینک ندارم، چه این عینک چه اون چند تا عینک دیگه که تو کشو دارم عینک ندارم. دلیلش هم اینه که یکی از دوستان داشتیم صحبت میکردیم راجع به چشم و پیر شدن و اینها، گفتم الان من چند ساله وقتی میرم دکتره میگه که یکم آب مروارید آوردی ولی زوده. میگم بابا زودتر عمل کنید تا ما دیگه این عینک و اینا نزنیم. میگه نه اونم نمیشه، باید پر بشه. وقتی به ایشون گفتم، گفتم حالا اوضاع چشم شما چیه؟ من چند سال پیشم میخواستم اون لیسیک یا جراحی با لیزر رو انجام بدم که الان خیلی هم ساده شده، چون اون وقتا اصلا چشم تو کات میکردن لنز میذاشتن و لنز شیشه‌ای بود، بعد شد پلاستیک و اینها سیلیکان، بعد الان دیگه اون نیست، اصلا با لیزر چیز میکنن. این دوستمون گفت الحمدلله وضع چشمش خوبه. بعد گفتم آره قبلا چشم من رو انجام نمیدادن، میگفتن آستیگما داری. دوستان آستیگما موقعیه که فکر کنم این قرنیه چشم اگه اشتباه نمیگم به جای اینکه دایره باشه یه کمی مستطیله و میگفتن نمیشه. الان تبلیغی که میکنه میگه ما میتونیم و حدود 3,000 دلاره وقتی با تخفیف دوتاشو نمیدونم تو سل و اینها 3,000 دلاره. این دوست ما فوری 100 دلار فرستاد. ما هم رفتیم گفتیم حالا که ما نمیخوایم جراحی کنیم، ما که نگفتیم که حالا میخوایم بریم، گفتیم صبر داریم میدیم آب مروارید بیاد. فعلا به جاش رفتم 2 سری لنز خریدم، این کانتکت لنز. ما فقط میگیم لنز ولی اینجا اگه گفتی لنز طرف متوجه نمیشه. کانتکت لنز یعنی لنزی که میذاری توی چشمت و میچسبه، کانتکت داره با اون قرنیه چشم یا هر چی که میگی. و اینجوره که چشم راست بستگی داره، ببینن کدوم چشمت به اصطلاح بیشتر فرمان میده، امتحان میکنن. خود شما میتونید امتحان کنید، مثلا اگه اسلحه میگیرید دستا میخواین هدف بگیرید، اگه چشم چپتون رو میبندید چشم راستتون رو باز میکنید، میگن چشم راست شما دامینیت میکنه، این فرمان میده. و اگر با خیلی هستن با دست راست اسلحه میگیرن ولی با چشم با قسمت چشم چپشون چیز میکنن، اینو براتون اونی که دامینیت میکنه میکننش دوربین.
و اینوری رو میکنن نزدیک بین. روزهای اول شما یکم مشکل دارین، دنیا رو تار میبینی، بعد تا بهت میگه از پله و اینا میخوای بری پایین، مثل این نابیناها میکشور پاتو قشنگ میذاری اینا نمیفتی، بعدن میری، ولی بعد عادت میکنی. حسن زندگی بشر اینه که به همه چیز عادت میکنه. وقتی که این عینکو گذاشتم اینو برداشتم، یادم افتاد که توی ایران یه ماشینایی بود وقتی چراغشون سوخته بود عوض کردن، یا وایرشو عوض کردن، طرف اشتباهی به جایی که این سیم که میاد مال نور بالای دوتا باشه، این سیم دیگه مال نور پایین، یکیش نور بالا بود یکیش نور پایین، و این در هر دو صورت هر وقت نورشو مینداخت بالا یا پایین، ملت فوشش میدادن، بوق میزدن. حالا از این مصیبت بالاتر اتوبوسا میرفتن پول میدادن به جای این دسته راهنما، یه چیزی دیگه مثل اون سمت راست اضافه میکردن، چون تنبل بودن نمیخواستن پاشونو ببرن اون جلو تاق تاق نور رو بالا پایین کنن، های بیم کنن، با این وسط خاموش بود، بالا نور بالا پایین نور پایین. ولی بعضی هاشون به طرف سفارش میکردن که یه نورشو بنداز پایین یه نورشو بنداز بالا، که من نور رو که میندازم پایین این بغل جاده رو ببینم، این نور رو بندازم چشم طرف کور بشه. عجب آدم های مریضی داشتیم ما تو مملکت، عجب ما ملت با فرهنگی هستیم. در صورتی که این کسی که نور بالا و پایین درست کرده گفته الان که توی جاده هستید شما ماشینا رو میبینید، دیگه نور بالا احتیاج نداری، اون که داره میاد اون میندازه پایین، شما میندازی پایین، جاده رو میبینید میرید. همچین که از همدیگه رد شدید، همچین که رد شدید، نه همچین که رسیدید نزدیک هم بندازین تو چشم هم دیگه، همچین که رد شدید، حالا اگه باز دوباره تاریک شد نورتون رو بیارید های بیم. بعضیا اصلا بلد نیستن های بیم لو بیم چیه. بهتون گفتم یه دوستی داشتیم تو آلمان، این آقای حبیبی، یه دفعه ما رفتیم با از فرانکفورت به ویسبادن توی برف و اینا، بعد هی دیدم دستش میاره جلو آینه، هم شهری ما هم بود هم استانی ما بود، بچه مردش بود. گفتم آقای حبیبی چرا اینجوری میکنی؟ گفت این نور ماشینای پشت سر من منو اذیت میکنه. گفتم خب آقا این زیر آینت اینو بزن. گفت چیه؟ با دست برش زدم زیر آینه، اینجا بهش میگن rear view mirror، یعنی آینه ای که پشت سر رو نشون میده. ما میگفتیم چی راستی بهش؟ همین هیچ، میگفتیم آینه، اونا آینه بغل. اینو زدم برش، بعد که آقا خدا پدرتو بیامرزه من چقدر راحت شدم. الان متاسفانه ماشینای جدید اینو دیگه ندارن، برداشتن یک کار بدتر از اونم انجام دادن، اینجا هم مثل ویدیو تو مثل تلویزیون تو چشم شما روشن میشه. البته همینم هم باز شما گزینه داری یا آپشن داری بزنی آینه معمولی بشه، یا بزنی بالا به اصطلاح مثل نور و ویدیو روشن بشه. من شایدم به دلیل اینکه چشمم آستیگما بوده یا نزدیک بین و دوربین بوده، شدیداً از اونی که مثل کامپیوتر مثل تلویزیون نور رو منعکس میکرد و برمیگردن تو صورتم بدم اومد، ناراحت بودم. ماشینای جدیدی که اینجا رانندگی میکنم، من الان ماشینای سال 2021 رو دارم اینور اونور میبرم و هر روزم یه ماشین. این روزا پیکاپ تراک شده 70,000 دلار، نمیدونم ماشین معمولی 90,000 دلار، تازه بعدم اینسه 5,000 دلار تخفیف بیاین تو. خب ما ببینیم که دوستان کسی هست اینجا نیست، احتمالاً چون برنامه زنده رو الان از فیسبوک نمیتونن ببینن نیستن، هیچ مهمم نیست. این فکر کنم نفرین پتیک بود که ما گرفتار شدیم و یا دعاش اجابت پیدا کرد و از شر فیسبوک فعلا راحت هستیم. فیسبوک به من نوشته بود که به دلیل اینکه اون ویدیوی دوستان یهودی رو گذاشته بودیم 30 روز ما رو چیز میکنه، ولی وقتی که 2-3 بار تماس گرفتم، بعد یه دوستی به من گفت که آقا فیسبوک مشکل بزرگی پیدا کرده، چون در افتاده با ترامپ شارلاتان دروغگو و دروغهای این رو بلاک میکنه، طرفداران نابخرد و نادان ترامپ که کمی از کامپیوتر رو هک کردن و اینها بلدن، توییتر و فیسبوک و اینها رو به اصطلاح هک میکنن، اذیت میکنن، برنامه هاشون رو مختل میکنن، منحل نه ولی مختل میکنن. خب
خانم دکتر بهیه جیلانی یک تن ماهی رو گذاشتن، نوشتن تن ماهی 35,000 تومان. چقدر بود؟ 2 تومن بود اون وقتا، من یادمه، مال تن جنوب که خیلی تعریفش میکردن تو شیراز، اون خیابون داریوش بغل اون، این ور سینما تخت جمشید بود، روبروش یه مسجدی بود، بغل مسجده شیلات بود، میرفتی بعضی روزا داشتن بعضی روزا نداشتن. اون روزایی که نداشتن احیانا همه رو داده بودن به فامیل و آشنا و فروشگاهایی که میتونستن گرون بفروشن، ولی بعضی روزا مجبور بودن چند نفر رو چیز کنن، مثل که 2 تا بیشتر بهت نمیداد، اگه اشتباه نکنم قیمتش هم 2 تومن بود. و ما چون چیزای دیگه ای نبود میگفتیم آقا عجب مزه‌ای میده. من هیچ وقت طرفدار این تن ماهی نبودم، ولی خب بعضی وقتا از بیخوراکی مجبوری حالا دیگه یا تونا ساندویچ درست کنی باهاش، با خیارشور و مایونز و اینها، یعنی با طعم اونها مزه، و الا خود گوشت ماهی که گذاشتن تو آب یا گذاشتن تو روغن دیگه مزه ای نمیده. یا اینکه با تخم مرغ چیزی مثل املت درست کنی، اینم از این ماجرا. و اما فیلم 5 ستاره رو حتما برید نگاه کنید، فکر کنم همین آقای شهاب حسینی، بله آقای شهاب حسینی توش بازی کرده بود و از اول تا آخر فیلمم تقریبا صدای شهاب حسینی خراب بود. من گفتم خب حالا این یه داستانی پشتشه، یک کاری انجام میده خوب میشه، مثل همیشه هم سیگار میکشه، بعد خوب نشد. بعد به این نتیجه رسیدم که فکر کنم این صداش اینجوری شده بوده، اینا میخواستن دیگه فیلم برداری رو عقب نندازن، چون فیلم برداری تو هتل هما هست و من تعجب کردم که هتل هما چجوری اجازه داده یه همچین فیلمی بسازن، مخصوصا چون توش دزدی میشه. نه یه بار، قبلا هم یه پرونده دزدی داشته، البته همه میدونیم تو هتل‌ها دزدی میشه و بیچاره اینایی که میان اتاق تمیز میکنن بیشتر اوقات به اینها مظنون میشن. اینها داستانش جالبه، نگاه کنید اگه خواستید. جمعه آینده در این مورد صحبت میکنیم. میدونم آقای اکبری معمولا میره فیلم‌ها رو نگاه میکنه، بعدم برای ما پیام میذاره، نظرش رو میگه. خیلی ممنون و متشکرم. اگه دوستان هم کسی لطف کنه برای ما از طریق فیسبوک پیام بفرسته که ما ببینیم این پیام ها دریافت میشه یا نه، حتی به عنوان تست بنویسید تست 1 فلان روز تا من ببینم همون روز گرفتم نگرفتم یا ما هنوز توقیف هستیم. این توقیف مثل توقیفه. خب ببینیم که چه خبره از آمریکا. اگه بخوام براتون بگم، اوضاع آمریکا به شدت وخیمه، انتظار جنگ داخلی باید داشته باشیم و همون جوری که میدونید حتی فرماندار ویرجینیا و فرماندار میشیگان، 2 تا از اونایی بودند که چون علناً مخالفتشون رو قانونی با منطق عنوان میکردن تو تلویزیون، این ترامپ نادان به طرفداراش که یه مشتی بی سواد و کمدان هستن، واقعاً ما ایرانی‌ها که ادعای فهم و شعور میکنیم باید خجالت بکشیم که طرفدار ترامپ باشیم. به اونا گفته بود که نمیدونم برید میشیگان رو آزاد کنید، برید ویرجینیا رو آزاد کنید، و اینها هم برنامه ریخته بودن که بیان آدم ربایی کنن. مسئول دولت ویرجینیا که آقای فرماندار دکتر هم هست و مسئول دولت میشیگان رو اینها بدزدن ببرن. باورتون میشه تو آمریکا یه احمقی چنین فکر بکنه؟ اونم وقتی که ترامپ مصدر کاره، وقتی که سنا دست ریپابلیکنای تندروه، وقتی که آترنی جنرال یا دادستان کل نوکر و بچ ترامپه، اینا تصمیم بگیرن فلانی رو ما میدزدیم با اسلحه میبریم، حالا یه جایی دادگاه را میندازیم مثل دادگاه صحرایی، بعد محاکمش میکنیم، بعد هر بلای خواستیم سرش میاریم تو محکم محاکمه، به هر چیزی که مجرم شناخته شد همونجا هم حکم رو اجرا میکنیم. دوستان، این آمریکاییه که ترامپ میخواست برای شما بسازه و ساخت. اونایی که ما هی فریاد میزدیم Make America Great Again این مگا رو کلاه قرمز نوشتی، یعنی چی؟ چه سالی؟ اینه، یعنی این که الان جاستیس یا قاضی دیوان عالی کشور
اون نهمینش که یک خانم نسبتاً جوونه، چون همه اینا پیرپاتنن، اونی که 55 سالشه نسبتاً جوونه، این آمده با افتخار میگه من میخوام قانون سال 1800 رو اجرا کنم. دوستان 1800 برید ببینید کی بوده. آمریکا جنگای داخلیش و بردهداریش و اینا 150 سال 160 سال پیش بوده. قانون 1800 رو میخواد اجرا کنه که بعدن خواهید دید ابورشن، سقط جنین، حتی در موردی که به طرف ریپ شده، تجاوز شده، میگه نه تجاوز شده شده، این بچه نمیدونم خدا داده باید این بزرگش کنه. حالا شما فکر کنید به یک دختری، به یک خانمی تجاوز میشه، توی همین تجاوز اون دیگه آلت تناسلی و نمیدونم آلت تناسلی خانم ها که اون موقع که بیچاره حالیش نیست که، اون اسپرم میرزه و هم تخمک و نمیدونم بچه درست میشه. اینا خب تا چند هفته میتونن این بچه رو بندازن، یه لخته یه تیکت، اصلا تو خود قرآن هم گفته، همه جا هم گفته نمیدونم من علق، یعنی آب کثیف. اوکی اینا میگن نه، اون وقت چطور میشه؟ این زن، این دختر مجبور میشه تو کوچه پس کوچه ها با این چوب لباسی های، اینجا بهش میگن هنگر، با چوب لباسی و اینها خودشون این کارها رو انجام بدن، به جای اینکه خیلی تمیز مرتب توی بیمارستان با وسایل استریل شده انجام بدن زیر نظر پزشک. پزشکا رو میترسونن، کلینیکاشون رو آتیش میزنن، حتی دادگاهیشون میکنن. اون وقت زنا مجبور میشن چیکار کنن؟ برن غیر قانونی با پرداخت پولای زیاد غیر بهداشتی سقط جنین کنن. ای داده بیداد. این بود آمریکایی که آقای فرهنگ حمید، این بود آمریکایی که ترامپ به شما قول داده بود. البته خب ایشون هم یهودیه و آقای ترامپ داره برمیگردونه به اون دستور یهودی که نمیدونم همسایه‌ها بیان دختره رو سنگسار کنن. فکر نکنید فقط توی آخوندا و مسلمونا و افغانستانه که خانم‌ها رو سنگسار میکنن، هم توی یهودیت هم توی مسیحیت چیزی که هست اینا روشون نمیاد، ولی آخونده اینقدر خره میاد میگه، آخونده اینقدر خره که میاد میگه که حضرت فاطمه نمیدونم این ملائکا چی هست، نه اون اسرائیل، اون یکی دیگه اومد بهش راجع به انقلاب ایران صحبت کرد، گفت حالا خیلی نگران نباش، نمیدونم شوهرت کشته شده و برادرت فلان شده و اینا، قرار انقلاب ایران. باورتون میشه تو ایران قرن 21 اون آخونده رو اینجوری دارن مردم رو چیز میکنن؟ اینجا ترامپ رو داریم، بعد اون ماجرای سفرهای ایران، ماجرای تکثیر و زیاد شدن مبتلایان به کرونا رو داریم، از اون ور سینه زنی و جمع شدن توی حرم حضرت معصومه و حضرت امام رضا رو داریم، و جاده ها رو برید ببینید، همین مردمی که تو مهمونی ها میشینن فحش میدن به دولت، حالا هم که دولت میگه نریم مسافرت، بیمارستان ها پره، حتی سردخونه هایی که جسد نگه میدارن پره، باز اینا میرن صف میکشن. استان مازندران رو نشون میده با افتخار، حالا خود اینم توی ماشینی دیگه است که نگاه کنید مردم نادان دارن میرن. هلو شما کجا هستی؟ منم جز به همین مردم نادانم. و اما پی بی اس گفته که درایوینگ وایل بلک، نگاه کنید دوستان، این آمریکا هست و ترامپ و این همین جاجی که الان دارن انتخاب میکنن، اینها میخوان من و شما رو برگردونن به اینجا. با یه دوستی صحبت میکردم، گفتم آقا یا خانم شما خیلی فکر نکن شما سفید پوست هستی، شما خیلی فکر نکن چون دو کلمه انگلیسی بلدی آمریکایی‌ها، حالا مواتم بور کردی، فکر میکنن آمریکایی هستی. اینا پاش برسه همون رفتاری رو که با سیاه پوست میکنن با من شما هم انجام میدن. شما فکر نکن چون من تو واشنگتن زندگی میکنم، شما تو نیویورک زندگی میکنی، اون یکی تو کالیفرنیا زندگی میکنه و دایورسیتی یا به اصطلاح این چیزای مختلفی اونجا هستیم اینجوریه. یه جای آمریکا همین امروز هم سیاها جرئت نمیکنن برن، یه جای آمریکا همین امروز هم من و شما بهتره که نریم. نگاه کنید این آقای سیاه داره با ماشین رانندگی میکنه و ببینین که دیگران چجوری دورش رو گرفتن. نوشته
race, space and mobility in America. میگه که نژاد و به اصطلاح موبیلیتی هم یعنی همون ترانسپورتیشن یا مسائل رفت آمد و اینها که اینا از تو اتوبوس که نمیتونستن سوار بشن چنین و چنان میومدن حتی میآوردنشون پایین همونجا میبستن تناب و مینداختن به چیز به درخت و اعدامشون میکردن. حالا اینا رو میگیم. هفته پیش توی خبرها بود که یه پلیسی که میدونید بعضی جاها با اسب میان تو خیابونها و یک نفر سیاه‌پوست رو دستگیر میکنن و چون نمیتونه سیاه‌پوست رو بذاره رو اسبش یه تناب میبنده به دستش و همینجوری باهاش قدم میزنه میبردش پلیس و اینها. اون طرف شکایت کرده بود، همون موقع رئیس پلیس آمد عذرخواهی کرد، گفت این کار این پلیس احمقانه بوده، اشتباه بوده، این باید از اسبش میومده پایین، به این دستبند میزده، وای میساده، با بیسیمش تماس میگرفته، ماشین، آمبولانس، هرچی میومده اینو میبرده، نه که خودش بره بالا بشینه رو اسب. اسبای اینا هم اسب هستن ها، نه از این الاغایی که من و شما میشناسیم. اسب نمیدونم قدش 8 فوته، این آقا هم حالا 6 فوته، خب 3 فوت 4 فوتش این میشه، میشینه 12 فوتیه. و شما هر قدم قد بلند باشی، اگه 6 فوت هم باشی باز 6 فوت از این پایین تری. و همیشه چه توی تیراندازی چه توی دعوا و اینها، اونایی که قد بلندتر هستن دست بالا رو دارن. اصلا این که میگن طرف دست بالا رو دارن همین دیگه، شما از بالا اگه تیراندازی کنی به پایین دشت و اینا خیلی آسونتر میتونی افرادو بزنی تا از پایین بخوای بزنی به بالا. به خاطر همین بوده که قلعه ها رو میساختن، دژ و دژبان و اینها میذاشتن و الی آخر که بالا باشن و دسترسی بهشون مشکل باشه. این از این. بریم سراغ چیزای دیگه ای که اینجا براتون گذاشتم. ایران نیوز، میدونید اگه شما طرفدار ترامپ هستید چه کسانی با شما همراه هستن؟ طالبان افغانستان. طالبان میگه ما امیدواریم ترامپ انتخاب بشه. حالا دیگه شما حساب کن شما چه بدبختی، چقدر آمدی پایین، خودت رو آوردی پایین. و توی آمارها اون روز داشت میگفت که وقتی میرن از این و این آمار میگیرن به دو دلیل، یا طرفداران ترامپ میخوان این آمارها درست نباشه نمیگن که به ترامپ رای میدن، یا خجالت میکشن. خب آقا خانم، اگر خجالت میکشید توی مهمونی، توی یک آمار، توی یک همه پرسی، توی یک نظرخواهی بگید به ترامپ رای میدید، خب ندید ای خدا. و اما طالبان گفت فرمانده، من نمیدونم، فرمانده کفتر که فریب خورده بود همراه با این کفترم راود یک گروهی نمیدونم یا کفتار اسمی یه جاییه، بذارید ببینم چیه، من براتون از روی نوشته نشون میدم میخونم که اگر من اشتباهی میکنم در خوندن و اینها شما ببینید که تقصیر من نیست و تقصیر این نوشته است. نوشته فرمانده کفتر که فریب خورده بود همراه با افرادش به ما پیوست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در توییتر مدعی شد که یک فرمانده زن در ولسوالی نهرین ولایت باقلان یا بغلان که به فرمانده کفتر معروف است به این گروه پیوسته است. وی در توییت خود که پنج شنبه 15 اکتبر منتشر شده نوشته است که آن قومندان زن به نام کفتر که از سوی، حالا این کفتر رو گفتم، توی ایران خیلی رسم شده، همون داو فکر کنم کبوتر هست، میگن داف. یادمه یه کامیونی بود اگه اشتباه نکنم مال انگلستان بود، لیلان بود، داف بود، و میگن داف، مثلا میگه حالا دوتا داف خوشگل اومد، یعنی همون داو یا کبوترهای زیبا. در هر صورت امروز در منطقه سجانی مربوط به فلان نهرین و ولایت باقلان آن قومندان زن به نام کفتر که از سوی دشمن فریب داده شده بود و ظاهرا در مقابل مجاهدین امارت اسلامی ایستاده بود همراه با افراد اسلحه خود به مجاهدین پیوستند. اینم این خبرها. و بدونید که چیز ترامپ و ادمین یا دولتش در صدد این هستن که با تا
طالبان آشتی کنن و به اصطلاح نیروهاشون رو از افغانستان و اینها بیارن بیرون. و اما روسیه و ژئوپلیتیک اروپا، ژئوپلیتیک یعنی جغرافیای سیاسی، ژئو که همین جغرافی، جغرافیان، پلیتیک هم که سیاسیه، میگه روسیه و جغرافیای سیاسی اروپا، سوئد بودجه نظامی خود را 40% افزایش میدهد. دوستان نگاه کنید، وقتی که من میگم بهترین حکومت برای این ترامپ شالاتان همین آخونده هستن، اینا دنبال ثبات و آرامش و آسایش مردم دنیا به خصوص مردم ایران نیستن. اینا دنبال اینن که بگن نگاه کن این ایران اینجاست، نمیدونم اون اونجاست، تو اسلحه بخر، ای نگاه کن این اسلحه خریده، تو اسلحه بخر و الی آخر. و الا اینا دیگه ریسورسی ندارن. آمریکا روزی پیشرفت که لیبر مجانی داشت. لیبر مجانی یعنی چی؟ یعنی کارگر و دستمزد مجانی. کیا بودن؟ یه سری چینی ها بودن، یه سری سیاه‌پوستا بودن، برده ها بودن. الانم من و شما یه جورایی لیبر مجانی یا ارزون هستیم برای اینا. اینا به حدی که ما بخوریم و زنده باشیم بهمون میدن. حقیقتا کلا گذاشتن سرمون. اون موقع اقلا کار میکردی، شب میرفتی توی طویله‌ای توی آشپزخونه میخوابیدی. الان برای همین خوابیدن توی طویله و آشپزخونه شما باید رفته باشی آشپزخونه رو اجاره کرده باشی، دیپازیت داده باشی، آب داشت بکشه، برق بکشه، پول بده، همه این ماجراها. یه ویدیوی رو میدیدم، این امید نادان یه ویدیوی رو پر کرده بود از یه نفر. بله، میگن جیو یعنی زمین، جیو جیوگرافی یعنی زمین. خب همون دیگه، سیاست به اصطلاح جغرافیای سیاسی روسیه، این ماجرای ارمنستان، ماجرای قره‌باغ، ماجرای آذربایجان، که ایران شما نگاه کن الان با کی داره خوشو بش میکنه؟ از بس هر روز عوض میشه دیگه آدم یادش میره. فکر کنم با آذربایجان چی کار داره میکنه؟ ارمنیا رو داره میکشه. یه مدت هم که داشتن مسلمونا رو میکشتن با اون طرف مقابل. حتی چین که امروز ایران و چین دستشون توی کاسه هست، چین 1,000,000 مسلمون رو سالهاست که بردن تو کمپ، تو اردوگاه‌های کار، ولی اونجا صدای روحانی یا صدای خامنه‌ای در نمیاد. پس اینا چی کار میکنن؟ اینا دروغ میگن. اینا براشون نه مسلمونی مهمه، نه هیچی مهم نیست، خودشون مهمن و قدرت مهمن و زن بچه های خودشون. اینم از این. خب بذارید ببینیم که دوستمون آقای سعید چی میگه. میگه پسر احمق ترامپ در سخنرانی تبلیغاتی ترامپ میگه دیدید که حال پدرم بعد از ابتلا به کرونا با یک واکسن حل شد و شفا پیدا کرد. نه آقا، 5 چیز مختلف میچپوندن تو خرش و جای دیگهش، هر سوراخی 9 سوراخ داره، 5 چی میچپوندن توش؟ این مزخرف میگه، این دیوونه است، مخصوصا اون یکی عقب افتاده اریک چی اسمش. بله، با یک واکسن خوب شد و به این کرخه یکی نیست بگه واکسن برای جلوگیری از مبتلا شدن هست. هیچ احمقی پس از مبتلا شدن که نمیره واکسن رو بزنه، چون واکسن خودش یک کمی از اون به اصطلاح ویروس اون مرضه. یعنی شما مثلا بچه فکر کنی پاشو دستشو اینا چی شده، حالا که داری میبری دکتر بگه این پولیو گرفته یا مبتلا شده به فلج اطفال، شما بهش میگی خب پس 4-5 واکسن هم بزن. ناگفته نماند سعید جان. من شنیدم که چون این گفته بوده بهشون که دیگه مونده بود توش، خراب کرده بود، گفته بود هر آشغالیه بزنید یا میمیره یا زنده میمونه، و دواهایی که حتی امتحان نکردن و اکسپریمنتال بوده، یعنی دوران تجربیش بوده، روی این امتحان کردن. باز اضافه کنم که 2 از کارخونه هایی که اینا رو داشتن می ساختن تعطیل کردن، گفتن این واکسنی که ما ساختیم مشکل ایجاد کرده. یکیش جانسون اند جانسون بود که همه می شناسینش، از اون پودر بچه و اینها. یکی دیگهش ایلای سامتینگ که توی
اروپا بهش میگن ایلی، خیلی هم همه جا تابلوش هست. اینا دوتا به اصطلاح تعطیل کردن، ولی همینا ترامپ از اون موادشون با افتخار استفاده کرد، بعدم گفت که بله اینا خیلی خوب هستن و اینا نادانه احمقه، ولی من و شما چقدر بیچاره هستیم که گرفتار چنین احمقی شدیم. من که والا میگم بهتر این 4 سال دیگه هم رئیس جمهور باشه و گورشو گم کنه بره، حالا یا تو این 4 سال تلف میشه چون این 2-3 بار رفته بیمارستان به کسی نگفته، و یا تلف میشه میره، یا 4 سال که بگذره دیگه هر نادان و هر کمدانی هم دست از این میکشه. ضمن این که الان هم پول مردم بهش نمیدن، و میدونید اون موقع اینقدر پولش میدادن که رب با یه زن خرابی خوابید 130,000 دلار هم داد به اون که ساکت بشه، الان اینقدر وضعه پول جمع کردنش از مردم بد شده که میگه از پول خودم میدم، که همه هم میدونن این دروغ میگه و اصلا دست به جیب خودش نمیکنه. وزیر دفاع پیشین مکزیک به اتهام قاچاق مواد مخدر در لس آنجلس بازداشت. واقعا من نمیدونم آقا، حالا تو یا جنرالی یا نمیدونم سرهنگی یا کوفتی یا زهرمار، مواد مخدر چجوری این دولت این مملکت ها رو گرفته، مخصوصا این کارتلای مکزیک و کشورهای آمریکای جنوبی و اینها. و راجع به مواد مخدر این فیلم هم برید ببینید، فکر کنم Made in America، تام کروز توش هست، تام کروز نقش یک خلبانی رو بازی میکنه و این داستان حقیقیه، نقش یک خلبانی رو بازی میکنه که مواد مخدر و اسلحه میارن میدن، و اون ماجرای ایران گیت یا ایران یه چیز دیگه هم بهش میگفتن که اون آلیور نورت و اینا بود، همون هست، حتما برید نگاه کنید. من خودم شخصا از این تام کروز خوشم نمیاد، چون باور داشتم و بعدم که فهمیدم این چون جزء اون گروه ساینتولوژی دیگه، ساینس چیکارش داره به لوژی، بله فکر کنم این باشه، چون جزء اون گروه بود اونا با قدرتشون اینا رو میساختن میبردن بالا. ضمناً این همین کسی بود که یک زن ایرانی هم داشت، زنم جدا شد و اینها، تا حالا چند تا زن گرفته و یکیش اینه، یکیش اون جان تراولتا است که هم پسرش مرد، همشون هم یه جوری به اصطلاح این کارما خیلی سعید باور داره، کارما میاد و یقهشون رو میگیره. خب بذارید ببینیم که دیگه اینجا چی گذاشتیم براتون. امروز ساعت 3:30 با آقای امیر حسین لادن هستیم. ایشون یه مشکلی پیدا کرده بود در چشمشون، با وجود این گفتن که میان و برنامه میذارن. من گفتم حتی اگه میخواین میتونیم عکس‌ها رو نشون بدیم، گفتن حالا صبر کنید تا جمعه اگر چیز شد، ولی امروز صبح خبر دادن که میتونن با ما باشن، از این بابت بسیار خوشحالم. ضمناً همونجوری که تو برنامه هم گفتم، من برای آقای فرزاد نیساری هم تو برنامه گفتم آقا عذر میخوام که اینجوری رک و راست صحبت میکنم، ولی من چند ماه خودم رو هی گرفتم، چند ماه هی با هشدار و وارنینگ های مختلف به شما گفتم این درست نیست آقا، این نوشتن این چیزا، و اون روز دیگه واقعا به خاطر فیسبوک هم که اینجوری شده بود و اینا مجبور شدم بگم. و اگر ایشون قهر کرده باشه که خب من اصلا برام مهم نیست، نشون میده ایشون ظرفیت نداشت، ولی اگه قهر نکرده باشه، مسافرتی باشه و کاری داشته باشه و اینها، خوشحال میشیم که توی برنامه بیان. و توی اون برنامه لطفاً من سوال میکنم یا شما سوال میکنی، اگه شما گفتی آقا فامیل شما چیه، من نگم فامیل ما بخوا، بگم سربی. بعد اگه گفتی سربی یعنی چی، بگم برای که توی شیراز سرب میفروختن و ساچمه و گلوله و اینها درست میکردن، یعنی to the point. یه سوال که میکنی جواب مشخص، سوال مشخص تا مردم اسیر نشه. افزایش موارد کووید مستمر وقتی علائم بیماری ماها فرد را درگیر میکنند. من این هفته دیگه واقعا باورم شده بود که از ژانویه که رفتم فلوریدا این گلو درد کووید دارم. میدونید وقتی هم مقایسه میکنیم یه وقت میگه سردرد، یه وقت میگه نمیدونم شکم درد، یه وقت میگه فلان، اینها شما
اون وقتا یه برنامه بود آقای صمدی، دکتر صمدی یک شنبه ها میمد توی فاکس نیوز، این هر دردی رو میگفتن من و همسرم یه نگاهی به هم میکردیم، دوتامون میگفتیم فکر کنیم داریم، شما امتحان کنید دفعه دیگه یه دکتری حالا چه فارسی چه آمریکایی صحبت میکنه راجع به یه دردی، نگاه کنید هی که میگه من که دستم درد میگیره. دیدم اون روز آقای عطا انصاری، آقای انصاری حالا آرایشگاه ها بستن قربونت، قیچی و چیز که گیر میاد دیگه، قیچی تو خونتون با تیغ ریشو بزنین چیه شدید درویش، درویش بهایی هم داریم. خلاصه ایشون راجع به آرترایتز یا آرتروز دست و اینها میگفت، بعد میگفت آرتروز دست تو خانم ها بیشتره، بعد گفت البته خودش هم داره و این آرتروز اگه نگاه کنید حتی بایدن هم به نظر میرسه که آرتروز داره و خیلی تو ایرانی ها زیادتره. یک جایی من خوندم که روماتیسم و آرتروز نوع روماتیسمی به خاطری که ما اون وقتا اگه یادتون باشه خیلی خونه ها میرفتن تو زیرزمین ایام تابستون، چقدر هم کیف میکردیم، الان هم با افتخار برای دیگران تعریف میکنیم که آقا بابا بزرگ من یه کوزه ور میداشت میرفت تو زیرزمین، میرفت تو زیرزمین به هممون روماتیسم میداد. اونجا مخصوصا چون کاشی هم نبود، خونه ها کفشون گل، اتاقا کفشون گل بود، خیلی اگه طرف وضعش خوب بود یه حسیر مینداختن رو گل، بعد روی حسیل حالا یا که گلیم مینداخت یکی فرش مینداخت و الی آخر. بعدن موزاییک فرش و اینها آمد، بعدن اومدن بالا کولر آمد و اینها که از شر روماتیسم هم به اصطلاح نجات پیدا کرده. میگه ماها پس از آقا، بذار براتون بخونم اینم شاید کمک کنه و امیدواریم که درگیر نشید، امیدواریم این بگذره بره، ولی میگن تا 75% مردم جهان مبتلا نشن به این کرونا ویروس، این دستبردار نیست و رفتنی نیست، باید 75% اون به اصطلاح چی بشیم. حالا این کارو وظیفه سنگین رو آقای ترامپ داره انجام میده، هر جا میخواد بیاد برید حتما بگیرید و یادتون باشه که این رضای خداست و نعمت خداییست که از طرف خدا توسط ترامپ به شما عطا میشه. حالا دیگه اگه وضعتون شما خوب باشه مثل ترامپ 5 تا دارو و 24 تا دکتر و بعد بیمارستان اونجوری، الان هم تو خونتون یه بیمارستان باشه و اینها، امیدواریم شما هم شفا پیدا کنید. ماها پس از آغاز شروع ویروس کرونا این تصور در بین بسیاری از افراد وجود دارد که بیماران مبتلا به کووید 19 یا جان خود را از دست می دهند یا پس از 2 هفته بهبود پیدا می کنند. اما مدل سومی هم وجود دارد و آن افرادی هستند که با اثرات و عوارض مداوم و مستمر این بیماری دست و پنجه نرم می کنند و در حال زندگی با آنها هستند. گزارش انستیتوی ملی تحقیقات بهداشت بریتانیا میگوید این موضوع میتواند تأثیر روانی زیادی بر روی افرادی که طولانی مدت درگیر کووید 19 هستند بگذارد. مبتلایان به کووید 19 در چه مدت بهبود پیدا میکنند؟ این سؤال پاسخش اینه، اگر فردی به کووید 19 مبتلا شد اغلب به او گفته می شود طی 2 هفته از عفونت خفیف ویروس کرونا و در طی 3 هفته از بیماری جدیتر بهبود پیدا می کند. اینو شما داشته باشید، اون وقت رئیس جمهور شارلاتان نادان لو لایف آمریکا 1 هفته از بیمارستان آمده بود بیرون، راه افتاد رفت داخل مردم و هنوز یکی پس از دیگری اونایی که نزدیکش بودن دارن میان. حتی پسر 14 سالش و همسرش هم که میدونید گرفت، همسرش هم آمد گفت که خیلی خوب شد که با هم گرفتیم، چون حالا هممون تو از هم مواظبت میکنیم، انگار که مثلا حالا این کوفتی شارلاتان سرما خورده، این خانمش میره تو آشپزخونه برای شوربا درست میکنه،
این همه خدمه و فلان و اینها، بعد تازه اصلا اینا با هم زندگی نمی کنن. اگه یادتون باشه اولش که این وایساد نیویورک و این اومد، بعد این اومد اینجا، بعد گفتن بابا آبروریزیه، وقتی هم اومد اینجا شایعه که هیچی، الان حقیقته که اصلا اینا دو جای مختلف زندگی میکنن، مثل همون فرع و شاه خودمون. و اما برگردیم بریم ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم. میگه توییتر و فیسبوک گزارش جنجالی درباره بایدن را محدود کردن. ترامپ واکنش نشان داد. ترامپ یه شایعاتی و یک دسیسه، اینجا بهش میگن کانسپیرسی تئوری، دسیسه یا تئوری دسیسه رو هی را میندازه. الان هم که میگه 30,000 تا ایمیل اومده، از اون ور میگه حتی بن لادن هنوز زنده است و میگه بن دروغ گفته، میگه همه دروغ میگن. به آترنی جنرال هم گفته بود همه رو دستگیر کن بنداز زندان تا من برنده بشم. اون گفته بود بابا دیگه نمیشه، از دیروز تا حالا با آترنی جنرال، همین مرد خوبچه هندی هم باهاش بد شده. برید ببینید تو مصاحبه که انجام داده، بهش میگن که این آترنی جنرال رو اگر برنده بشی 4 سال دوم هم داری، میگه معلوم نیست چون ازش دلخورم. اگه یادتون باشه همین چی رو برای جف سشن، همون سناتور احمقی که اولین بار این رو تایید کرد و بعدم شد آترنی جنرال یا دادستان کل کشور، گفت و بعدم اخراجش کرد. حالا کی باشه که این بار رو هم اخراج کنه؟ خب آقای کابوسی هم ویدیوهای خوبی فرستاده و این عکس هم خیلی جالبه. میدونید که آخر این ماه روز چیز هست به اصطلاح هالووین. من نمیدونم هالووین ما تو ایران نمیگفتیم بال ماسک. بال ماسک یه چیزای دیگه بود که اون عیونا و پولدارا و اینها به اصطلاح جشن میگرفتن و میرقصیدن و اینا، که اونم من نمیفهمم فلسفهش چیه که اینها با لباسای به اصطلاح دیگه میمدن، ماسک دم دستشون میگرفتن رو صورتشون اینها. ولی این هالووین یه خرافات به شدت چیز هست که دوستان کلیمی باز این رو تبدیل کردن به منبع درآمد پول و شکلات و آشغال و این چیزا میفروشن، بچه ها برن کلا بذارن سرشون، ماسک بذارن صورتشون، لباس های گوناگون بپوشن. نه فقط بچه ها، بزرگ ها همینجا تا چند سال پیش یادم این آقای فرزاد شبستری و دیگران 300-400 دلار پول لباس های مختلف میدادن و بعدم جایزه میذاشتن کی بهترین لباس رو داره به اون جایزه میدادن. این جلوی خونه ای نوشته ترامپکین، پامکین یعنی کدو تنبل، ترامپکین چون این نارنجی هست و قیافش مثل این کدو تنبلا هست و از لحاظ چاقی و اینها هم مثل اون هست، نوشته ترامپکین اورنج آن دی آوتساید. من نمیدونم چرا نوشته هالو آن دی اینساید، باید این دی اینساید باشه، یا شاید هم این جمله درست، من انگلیسی به اون خوبی نیست. میگه که بیرونش اورنج، داخلش تو خالیه و باید مثل همین پامکین یا کدو تنبل که نوامبر میندازیمش دور، این رو هم نوامبر بندازیم دور. با چی؟ با انتخابات. با چی؟ با رأی دادن. و میگفت مردم از حرصشون، چون این گفته رأی ندید با پست و اینها، تا حالا بیش از مثل که 10 میلیون 12 میلیون رفتن رأی دادن. خود من از طریق پست، اینجا توی ویرجینیا قانونش این بود که برای همه نمیفرستادن، باید هر کسی میخواست، که به نظر من این درستره، یه جورایی هم حق با ترامپه، چون اگه برای هر کسی بفرستن ممکنه برای من یه آدرس با آدرس قدیمیم بفرستن، یکی به اینجا بفرستن، یکی دیگه برداره دوتایی بفرسته. دیشب ترامپ در مورد توییتش به غلط کردن و گوه خوردن افتاد. در مورد صحنه سازی در مورد صحنه سازی کشتن بن لادن، وقتی خبرنگار پرسید چرا چنین چیزی را توییت کردی، ارتشیان آمریکایی جونشون رو به خطر انداختن تا این ماموریت انجام شد، بی احترامی به این نظامیان هست، در جواب گفت من توییت کسی دیگه ای را کپی کردم. مطابق معمول، یعنی اینقدر شعور نداره که چه چیزی را حتی ری توییت میکنه. باریکلا، خیلی ممنون. و اینم شده گریز از به اصطلاح چیزایی که وقتی میگه میخوان ازش که مسئول باشه، به این وسیله شونه خالی میکنه و از زیرش در میره. خب
بازم ممنون و متشکرم. سعید یار غار ما اینجا هست و اجازه بدید که یکی دو تا دیگه خبر بخونم و برم. یه پزشکی توی این بود، پزشکای ترامپ هم که میدونی، اون پزشک اولیش که تو نیویورکه، اگر سعید لطف کنه عکسش رو بفرسته من براتون میفرستم، از شما میپرسم اگه این مجانی شما رو معاینه کنه و دارو بده حاضرید برید؟ بعد حتی یه جایی مصاحبه میکنه، سعید اینو برو پیدا کن، جایی که مصاحبه میکنه زن دکتره میاد دستشو میکشه میبره، اون موقعی که راجع به ترامپ بود و اینها، اون که ترامپ دکتر شخصیش بود که آمد نوشت که جواب همه آزمایش ها مثبت بوده، بعدن گفت آقا این ترامپ به من گفته دیکته کرده بنویسم و الا ما دکترها می‌نویسیم جواب همه آزمایش ها منفی بوده، چون ما آزمایش میکنیم که آقا سعید سرما خورده، میگیم نه منفیه، سربی نمیدونم فلو داره، نه منفیه، کسی که میگه مثبته یعنی مریضه، این گفته جواب همه چی مثبته که اونو گندش بالا اومد، اون دکترش. بعد آمدن یه دکتری رو گذاشتن که حالا من بهتون نشون میدم، این دکترم وقتی آمد اولین آزمایش رو اینها رو کرد دروغ گفت، از وزن ترامپ دروغ گفت تا از حالش، گفت این انقدر حالش خوبه که اصلا مثل یه جوون میمونه و ممکنه تا 200 سال هم زندگی کنه. بعد یکی یکی آوردن که این آقا قرص اینو میخوره، قرص اونو میخوره، قرص قلبو میخوره، قرص نمیدونم فلان میخوره، وزنش هم اوبی هست، یعنی وزنش انقدر سنگینه توی اون شاخصای چیز هست. حالا این آشغال پزشک سابق کاخ سفید، حالا اون پزشک جدیدش هم که یه گویی از این بدتر، گوه رفت سنده به جاش خونه نمونه بیکت خداش، یه چیز اینجوری بود، میگه که پزشک سابق، بذارید براتون اینو اینجوری، احمقان باید تصویرها همش یه اندازه باشن، نمیدونن ما خبراشون رو اینجا پخش میکنیم، تصویرها رو یه اندازه بذارید تا ما وقتی نشون میدیم دوستان ناراحت نشن. پزشک سابق کاخ سفید گفت جو بایدن از نظر ذهنی آماده ریاست جمهوری نیست. اولا یکی بپرس از این تو چه کاره هستی، در مصدر چه کاری هستی که میای نظر میدی، آیا کسی آمده بهت گفته این دوتا رو امتحان کن ببین کدومشون آماده ریاست جمهوری هستن و کدومشون نیستن؟ کسی که هر لحظه حرف میزنه فرداش دروغ دیگه میگه، بیش از 20,000 تا دروغ گفته تا حالا. خب ببینم که اینجا چی داریم. بله این دکتره رو من به شما نشون میدم دوستان، نگاه کنید، این دکتر قبلی ترامپه که با وجود این که به همه سازهای ترامپ رقصید، آخر ترامپ یه چند تا رو مثل این گروه های مافیایی فرستاد توی آفیسش و چیزها رو دزدیدن، به اصطلاح مدرک و اینها، که این آقا اولا نگاه کنید این قیافه دکتر رو، که این آقا اومد گفت که مثل این بوده که ریپ شده، ریپ یعنی تجاوز، میگفت که این کاری که اینا کردن اومدن چیزها رو گرفتن بردن، مثل این که این رو ریپ کردن، حالا چه کسی حاضر میشه این رو ریپ کنه من نمیدونم، در اصل این بود که یه نامه نوشته بود که ترامپ خیلی سالمه و همه چیش جوابش به اصطلاح مثبته، که همون موقع گفتن آقا خراب کردی، بعد گفت خب من که من نوشتم ولی اون به من دیکته کرده بوده. حالا ببینید دکتری که مثلا شما بری پری دکتری بگه آقا گواهی بده من دستم شکسته و این نگه خب فردا آقا میان معلوم میشه دست نشکسته، پدر من طرف معتاد چیز هست بنگیه، و اون لینکش هم بذاری ببینم، یه لینکی فرستاده سعید ببینم اون لینک هست که زنش میاد میکشه میبرتش یا نمیدونم، خلاصه اینو خودتون میتونید چیز کنید. من بارها گفتم توی برنامه ها ما سعی میکنیم چیزهای زیادی رو به اصطلاح پوشش بدیم که شما تو مغزتون باشه و برید سوال کنید. خیلی ممنون از سعید عزیز و آقای مقداری هم از اوضاع کالیفرنیا برامون بنویس که مدرسه ها چگونه است تا در موردش صحبت کنیم. خیلی مشکل ایجاد شده و بهت گفتم که توی فیرفاکس آمدن هک کردن سیستم مدرسه های فیرفاکس رو، مشخصات بچه ها و پدر مادرهاشون هرچی بوده برداشتن، بعد به طرف نشون دادن گفتن ما اینقدر شو الان پخش میکنیم، اگه میخواین بیشتر پخش نشه من چیز میکنم، به اصطلاح بگید
ما پول بدید ما پخش نمی کنیم. که من گفتم خب شما پول بدی، هفته دیگه هم دوباره میان میگن پول بده. یادم چند مدت پیش یک کسی برای من ایمیل نوشته بود که اونا هم اسم تو اینا می نویسن که ما یه فیلم سکسی از تو داریم و اگه پول ندی پخشش میکنیم. گفتم چه خوب، من دنبال یه جایی میگشتم که پخش بشه این فیلم، همه اونایی که وبسایت دارن پول زیادی میخوان، شما میتونید مجانی پخشش کنید. طرف اصلا دومش گذاشت رو کولش رفت. اینم از این ماجرا. خب ببینیم چیه. سلام علیکم دوستان عزیز، فوری هر کی میخواد با ضمانت قانونی 100% تضمینی از راه ترانزیتی به جرمنی سفر نماید با ما در تماس شود. اینا فکر کنم دوستان افغانی هستن، معمولا لطف میکنن میفرسن و این کار درستی نیست. تگ نکنید کسایی رو که نمیشناسید. 4 تا 5 تا دوست رو که میشناسید آشنا هستن تگ کنید، باقی رو به صورت پست بذارید رو سایتتون. اگه کسی دوستان اگر میان سایت ما رو میبینید به فیسبوک و اینا، سعی کنید اون دکمه فالو رو پیدا کنید بزنید. این فیسبوک جدید هر چیزی رو برده این و اونو برده اون و 10 تا اینجا. من واقعا نمیدونم، دوست دارم یه روزی برم اونایی که پیشنهاد میکنن و اونایی که پیشنهاد اینا رو مورد نظر و تایید قرار میدن ببینم چه افرادی هستن. آقا این فیسبوک بود داشت کار میکرد، حالا اومدی میگی که ما براتون پهنش کردیم. چه پهنش کردی؟ این طرف و اون طرفش بازه و هی باید بزنی رو این کلید رو اون کلید. اون موقع این بالا میزدی سعید سم جم فوری میمد، الان باید بری تو سرچ دنبالش بگردی تا بیاد. هر از یه ساعتی هم هی عوض میکنه، میگه میخوای بری جدید، میگم نه آقا من همین 48 ساعت میخوام رو همین کنه باشم، ولکن ماجرا نیست، روزگار غریبیست. ولی یادتون باشه اجازه ندین به روز شدن اونها باعث بشه شما گیو اپ کنید و برید. یه فیلمی رو هم سعید به من پیشنهاد کرد، من نگاه کردم و فکر کنم سوشال میدیا دلیما یه چیز بود و این خیلی جالب بود، خیلی وحشتناک بود، اصلا آدم وقتی فیلم رو میدید وحشت میکرد. ولی بازم با همه اینا این دیگه وسیله ایه که مثل یه فکر کنید مثلا یه روزی اگه ما سوار اسب میشدیم، یکی به اون میگو یه چیزی هست آهنه، شما سوارش میشی میپری، همه میگفتن برو آقا دیوونه ای من با همین اسب میرم. ولی الان دیگه سوار هواپیما شدی، اگه یکی بیاد بگه آقا اسب هواپیما رو ول کن با اسب میخوام از واشنگتن بریم کالیفرنیا، میگه اونجا باید یه باسن جدیدم برام بخری، پس با هواپیما میرم. خطراتش رو قبول کنید ولی دنبال این باشید که امنیت و سیفتی و اینا. یه بار دیگه اگه تغییری امروز دیدید ممکنه بدون عینک بودن من بوده، یا یکی حالا میگه آقا ما اصلا صدای تو رو خفه میکنیم، دیده بودم این سعید سر کار این کار میکرد، تصویر ما رو خفه میکرد و فقط صدا رو گوش میداد. در هر صورت ممنونم از پتیک عزیز که تا حرف عینک و چشم و اینها شد پیشنهاد کرد و ما هم یه کار کردن، یعنی $50 رو دادم به این سنت جود مال بیمارستان بچه ها، یه $50 هم دادم این لنزایی که مثل نور بالا پایین، این دور رو میبینه این نزدیک، و روز اول یک کم تار میبینین، دکتر بهتون میگه 3 ساعت اگه هی چشت نبندی عادت میکنی، چون روز اولی که میبینیش خیلی راحته. این دور میخوای یه چی بخونی اینو میبندی با این میخونی، میخوای دور رو ببینی حتی رانندگی اینجوری میکنی. گفت نه 3 ساعت. این دکتر ما خیلی بد اخلاق، خانم دکتر بوز نه بوز مجه، نه اون بوز فامیل بزرگ هندی. دکتر بعدی و رئیس نظام پزشکی کاخ سفید یک نظامی شد که هیچ نظامی هم دستور سرپیچی از فرمانده کل قوا را نداره، هرچه به خوردش میدن به دستور رئیس جمهور با تکرار کنه. چقدر به خودش میرسه، رفته بود یه روپوش یخ بزرگ درست کرده بود که حتی اون لوگو یا آرم اونجا اون زیر بود، بعد فکر میکنه خیلی خوشگله خیلی جوونه، موارم رنگ کرده بود اومد، بعد بهش میگن این کرخر آخرین بار کی امتحان، میگه اونو نمیتونم بگم، میگن فلان چی، میگه اونم نمیتونم بگم، میگن خب عذرگر تو برای چی اومدی اینجا. ولی دروغگو بودن ترامپ رو هر کسی باور نداره بیاد مهمون ما باشه تا من عکس شما رو نشون مردم بدم که مردم بفهمن چه کسایی تو جامعه ما هست. دوستان عزیز ساعت 3:29 به وقت واشنگتنه، اجازه بدید بریم سراغ آقای امیر حسین لادن از
اندیشکده آگاهی و شناخت، که در حین برنامه من راه‌های تماس با این دوستان، وبسایتشون، اینها رو نشون میدم. اکچولی همین الانم هم نشون میدم، امروز یکم کارام ردیف بوده، اینو آوردم زودتر و بله اینجاست، ما هستیم. گفت شما باشید، من هواتون رو دارم. بله این اندیشکده آگاهی و شناخت، وبسایتشون هست اندیشکده.net. با واتساپ میتونید حتی از ایران با شماره تلفن 201-321-295-47-96 تماس بگیرید. برویم سراغ آقای لادن که با داشتن مشکل چشم باز هم لطف کردن و با ما هستن. فکر کنم وصل شدیم، اجازه بدین دوستان، ولی ویدیو نداریم. آها ویدیو هم داریم، خیلی هم خوب. آقا شما منو چنان ترسوندید، من فکر کردم الان یک مشکلی هست. بله خب حال شما چطوره؟ سپاس، ممنونم، گوشی خدمتتون باشه تا من تصویر شما رو هم بدم به سیستممون. و به دوستان هم گفتم که شما با وجودی که مشکل داشتید و من حتی پیشنهاد کردم که اگه میخواین به اصطلاح به صورت چیز بیایم، شما گفتید نه، قبول کردید و از این بابت من ممنون و متشکرم. یک لحظه. بله دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن هستیم. سلام میکنم به ایشون و خوش آمد میگم. ممنونم که با تمام مشکلات میان و ما که اینجا حداقل امکانات داریم به اصطلاح به ما یاد میدن تا از نوشته هاشون، از برنامه های تلویزیونشون استفاده کنیم. آخرین نوشته این هفته است که اجازه بدید که اینجاست بیارمش. و من نوشته های شما رو دو سه بار میخونم، چون هر بار که میخونم یه چیز جدید. حالا میفهمم چرا بعضی ها کتاباشون رو دور نمیندازن. من همیشه از خودم میپرسیدم خب این کتابی رو که یه بار خوندن چرا نمیدن به یه کسی یا دور نمیزن. میبینم بعضی وقتا لازمه که برگردی و دوباره بخونی. دوستان عزیز، مقاله این هفته آقای لادن که هم روی بالاترین گذاشتم، هم روی صفحه فیسبوک مردم تیوی گذاشتم، هم روی صفحه فیسبوک خودم، خطاب به شاه اللهی ها، حزب اللهی ها و دیگران و دیگر بت پرستان بود که با این دوتا جمله آغاز می شد: مانند میلیون ها ایرانی دیگر سلطنت را به هر، یا مانند میلیون ها ایرانی دیگر سلطنت را به هر نوع و شکل آن باور نداریم. مانند میلیون ها ایرانی دیگر دخالت مذهب و آخوند را در سیاست و اداره کشور به هر نوع و شکل آن نمیپذیریم. این دو جمله به اصطلاح میگه که شما در اندیشکده راهتون رو از سلطنت و مذهب و شاه و آخوند جدا کردید. اولین پرسش من از شما اینه، فکر میکنید چرا این همه مورد تهاجم و یورش قرار گرفته اید؟ خود من دیدم یه نفر زیر نوشته های شما نوشته بود خب آقا بگو مصدق اللهی و ما رو تموم، یه چیزی اینجوری. من ساکت میشم، شما بفرمایید چرا این همه مورد تهاجم و یورش؟ حتما درود بر شما، بر بینندگانتون و بر همیهنانمون. صدا اوکی؟ بله بله. ببینین، من فکر کنم دو تا دلیل اصلی داشت. اول اینکه زمانی که اشخاص توانایی بحث و گفتگوی منطقی و مستند رو ندارن، به قول معروف کم میارن، مجبور به تهاجم و فحاشی و حمله شخصی میشن. مثل اون زبانزدی که میگه قافیه که تنگ آید، شاعر به جفنگ آید. و علت دوم این همه تهاجم اینه که این نوشته مستند غیر از این که با بیان حقایق و به نمایش گذاشتن واقعیت ها
بت پرستان یه بودی رو افشا کرد، ولی در سطح خیلی گسترده توضیح شد و این برای اینه که شماره تهاجم رو خیلی برد بالا. برای مثال اول که وقتی میگم مورد توجه قرار گرفته، هم منفی هم مثبت، برای اینکه خیلی خیلی تعداد حملات زیاده. این مقاله در بیش از 10 خبرنامه و نشریه مطرح فارسی منتشر شد. در گویا که یک خبرنامه پربیننده است 850 رأی آورد و 65 بار به اشتراک گذاشته شد. این تعداد تقریبا 8 تا 10 برابر متوسط مقاله های دیگه است. خود اندیشکده این مقاله رو مستقیم به چند هزار تن ایمیل کرد و در شبکه‌های اندیشکده به پست کرد. برای اطلاعتون توی فیسبوک اندیشکده 19402 بار بازدید و بررسی شد، 164 بار به اشتراک گذاشته شد و 172 تن نظر دادن. البته این نظرها اگه بخونین پر مثبت و منفی، یعنی یه طرفه نیست. من باید اقرار کنم با شناختی که از هم میهنانمون دارم، به ویژه این نوع افراد، یعنی افراد یه بودی، انتظار داشتم که مورد تهاجم قرار بگیرم، ولی امیدوار بودم نوشته رو بخونن بعد حمله کنن، ولی اینطوری نبود. از نوشته هایی که میگیرم برداشت دارم براتون میگم. این یه بودیگرها دو دستن، نخست اونایی که میخونن درک میکنن، دوم اونایی که فقط عنوانو میخونن و اگر احیانا مقاله رو بخونن انقدر پیشفرض و غرض‌ورزی دارن که توانایی درک مطلب رو ندارن. اون گروه اول، یعنی اونایی که میخوانن و درک میکنن، از فاجعه‌ای که شاه و شیخ بر سرمون آوردن متأثر و متأسف میشن. ولی خیلی جالبه که بلا فاصله از نوشته هاشون میبینم دنبال راه چاره هستن، دنبال این که هستن که علاج چیه، چیکار باید بکنیم. اینا رو همه رو دارم بر اساس نوشته ها خدمتتون میگم. گروه دوم اینقدر دید و فکرش یه بودیه که نمیدونه، نمیخونه و نمیخواد بدونه، بدون کوچکترین اطلاع آگاهی مشغول فرافکنی، ناسزاگویی و توهینه. جالب اینجاست که نوشته هاشون دستشون رو میکنه، یعنی کمدانی و بیشعوری و بت‌پرستی رو به نمایش میذاره. مانند اون شعر سعدی که میگه، فکر کنم، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. و ما خوشبختانه نوشته ها و گفته های اندیشکده آروم آروم تأثیر گذاشته و تعداد پشتیبان ها رو بالا برده و به قول اون شعر مولوی که در ضمن چند تا از خواننده ها میخوننش، اندک 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 جمع یاران میرسن شده، یعنی بی نتیجه نبود. و اما اون دو جمله ای که شما از مقاله در آغاز خوندین، میخوام درباره اون یک مسئله ای رو بیان کنم. اولا اون دو جمله فکر کنم گفتیم که سلطنت رو به هر نوع شکلش نمیپذیریم و دخالت مذهب و آخوند رو در سیاست و اداره امور کشور قبول نداریم. ببینین این باور نداشتن و نپذیرفتن نتیجه قرنها بندگی سلطان، رعیتی شاه و آقا بالاسری آخونده، یعنی بر اساس تجربه چند صد ساله سلطنت، دخالت مذهب و آخون و نتایج تخریبی و بازدارندش تو میهنمون به اینجا رسیدی. همراهی و همکاری که روحانیت با سلطنت داشته، تأیید تبانیشون با همدیگه،
کمک کرده، ما رو بیدار کرده. میرسیم به یک نتیجه گیری مهم. ما آموختیم که روحانیت با گسترش موهومات و خرافات کشور ما رو عقب مانده و مردممون رو درمانده کرده. آموختیم که سلطنت هایی که مدعی مشروعیت الهی هستند، که ما بهشون میگیم خدا سالار، بت پرستی، بت سازی و مقبولیت زور رو تو جامعه نهادینه کردن. مذهب و روحانیت با ترویج خرافات و موهومات کمدانی مزمن رو توی اذهان مردم جاسازی کرده. در زمینی که این بت‌سازی و بت‌پرستیمون بود که شاه و خمینی رو به عرش برد، به خدایی رسوند و ما رو به این روز و روزگار انداخت. سپاسگزارم. ممنونم از شما. و در رابطه با این که اندک اندک نرم نرمک جمع یاران میرسن، من هم وقتی نوشته های شما رو برای دوستان فرستادم نوشتم که فکر کنید اگه هر کدوم از ما اینا رو برای دوستان خودمونم بفرستیم چه خواهد شد. و من یه چیزی رو این هفته یه جا خوندم، خیلی جالب بود. نوشته بود که مخالفین شما موافقین مخفی هستن. یعنی این انگلیسیشو پیدا میکنم براتون میفرستم، خیلی جالب بود. و میخوام بگم که اصلا دلسرد نشید، که شما نشون دادید هیچ وقت دلسرد نمیشید از این حملات، و اتفاقا فکر میکنیم که درست زدید به هدف که اینجوری اثر گذاشته. و در رابطه با شما و شناختی هم که از اندیشکده داریم، میدونیم که باور شما این هست. حتی اون کتاب خدا سالاری و درماندگی هم تایید و تاکید کردین که هم شاه هم به اصطلاح شیخ به وسیله خدا از مردم به اصطلاح ساده لو چه سوء استفاده هایی کردن. شما در ادامه مقالتون می‌نویسید که فاجعه زمانی به صورت عریان خودنمایی کرد که آخوند جانشین شاه و مذهب جایگزین سلطنت خدا سالار شد. که حتما منظور شما همین نقطه عطفش همون به اصطلاح انقلاب 57 1357 بود. حالا پرسش ما از شما اینه که آیا از این فاجعه درسی گرفته و چیزی آموخته ایم، یا اینکه هنوز هم در خم یک کوچه ایم؟ پرسش بسیار مهمی رو مطرح میکنین و من پاسخم اینه که در درجه نخست آموختیم که زمانی که ما این رهبر رو، شاه یا امامو به عرش میرسونیم، باید بدونیم یه طرف دیگه هم داره. یعنی خودمونو تا قعر زمین تنزل میدیم، انتخاب و ارادمون رو تسلیم میکنیم. ما آموختیم که زمانی که رهبر رو در عرش خدایی میکنه، ما دیگه دسترسی بهش نداریم. پس بنابراین از این بعد یاد بگیریم، بعد بیاموزیم که، یا حتی میخوایم به خردگراییمون توجه داشته باشیم، یا اگر شهروند هستیم میخوایم مسئولیت شهروندیمون رو به کار ببریم، باید از سلطنت که باعث سقوط شخصیت انسانه فاصله بگیریم، از خرافات مذهب با آخوند که نابود کننده شعور انسانه دوری کنیم. ولی هم کم آموختیم و هم دیر. پدیده کم آموختن ربط مستقیم داره به فرافکنی و مسئولیت گریزی. چنانچه خاطرتون باشه در یکی از گفتگوهامون در مورد مسئولیت گریزی و فرافکنی صحبت کردیم. ما نمیپذیریم که در به وجود آوردن و بزرگتر کردن مشکلات میهنمون سهم داشتیم، شریک بودیم. و بعد براتون اون دفعه مثال زدم، گفتم بهترین مثالش سرنگونی شاه و سقوط سلطنت. و یک مقاله بود که 4 سال پیش در این مورد منتشر کرده بودم که میخوام بخشی از اونو با شما در میون بذارم.
مقاله اینطوریه که 4 دهه از این انقلاب مردمی 57 گذشته، ولی ما هنوز نتونستیم تکلیف خودمون رو با اون مشخص کنیم. حتی عده‌ای در انقلاب بودنش هم شک دارن، میگن شورش، رویداد. ما هنوز نتونستیم بپذیریم که این انقلاب، شورش و رویداد به وسیله ملت ایران انجام شد یا عوامل خارجی اون رو پیاده کردن. آیا آن تظاهرات چند میلیونی خودمون بودیم یا به قول اون دورانش ها که میگفتن اینا فلسطینی و لبنانی هستن؟ پس فلسطینی ها لبنانی ها بودن که میلیون میلیون تو خیابونا بودن و ما فکر میکردیم خودمونی. هنوز برای خودمون مشخص نکردیم که آیا کارتر و غربی ها و شرکت کنندگان جلسه گواتلوپ شاه ها سرنگون کردن و به قول معروف خودشون آوردن خودشون بردن، یا 37 سال وابستگی، خودکامگی، خودبزرگبینی شاه، فساد دربار، ناچیز شمردن مردم و در پایان بیماری سرطان شاه سرنگونیش رو رقم زد؟ آیا سالیبان سفیر آمریکا و پارسون سفیر انگلیس شاه رو گیج و سردرگم کردن و بی بی راه کشندن؟ یا داروهای ضد سرطان بود که شاه رو دوچار ماتی و گیجی کرده بود؟ و یا اینکه اصلا مشکل در درون شاه بود که هیچ کس رو شایسته دخالت در امور اداره کشور نمیدونست و به هیچ کس اعتماد و اطمینان نداشت؟ بالاخره یکی دیگه از اون مسائلی که هنوز برای خودمون روشن نکردیم، فروپاشی نیروهای مسلح شاهنشاهیه. هنوز برای خودمون مشخص نکردیم و برای عده‌ای هنوز معماست که آیا ژنرال هویزر آمریکایی باعث سقوط ارتش شد یا شخصی بودن و شاهنشاهی بودن ارتش، وابستگی مطلقش به شخص شاه بود که اونو متزلزل و باژگون کرد. چند تا اینجا کوت هست، چند تا نقل قول هست، میخوام بخونم براتون. یکیش از امیر خسرو افشار وزیر امور خارجه اون موقع است که میگه که یکی از شرایط علی امینی برای نخست وزیری در دست گرفتن نیروهای نظامی است که مسلماً اگر چنین شود خطرات فراوانی مملکت را تهدید خواهد کرد. بعد اینجا رو توی گیومه و زیرش خط کشیده، میگه چون ارتش صرفاً به شخص شاه وفادار است و اگر نخست وزیر بخواهد بر آن فرماندهی کند، این امر باعث از هم گسستگی ارتش خواهد شد. نقل قول بعدی از ارتش بود طوفانیان که یکی از افسران نزدیک به شاهه، میگه که سالیبان بهش میگه، به طوفانیان، سالیبان سفیر آمریکا به طوفانیان میگه اعلیحضرت تصمیم گرفتن کشور از کشور بیرون بروند. بعد طوفانیان میگه رفتم پیش شاه، گفتم اگر اعلیحضرت میخواهید بروید من باید با شما بیایم، من نمیمانم. خیلی جالبه. یه دونه ژنرال 4 ستاره مملکت فکر میکنه بچه دبستانه. بعد میگه که شاه گفتش نه، شما بمانید، وظایف میهنیتان را انجام دهید. گفتم الان حضرت من هیچ وظیفه میهنی ندارم دیگر. وقتی من یه عمر گفتم اعلی حضرت فرمانده کل قوا، اگر اعلی حضرت بروید بیرون من نمیمانم تو این مملکت، من باید بروم، من رو باید ببرید، من نمیتوانم بی اعلی حضرت اینجا بمانم. سنجابی می نویسه که چون همه عمرای ارتش وابسته به شاه بودن، با رفتن شاه آنها مانند بدن بدون سر شدن. ژنرال هویزر می نویسه دریادار حبیب اللهی بر این باور بود که با رفتن شاه ارتش فرو خواهد ریخت. میگه قره باغی، برای قره باغی، ارتش بود قره باغی،
حتی تصور کار کردن با یک دولت غیر نظامی منظور شاپور بختیار قابل درک نبود. وقتی راجب برنامه ریزی باش صحبت کردم گفتش که توضیح قرباقیه، میگه که هیچ گونه تجربه‌ای در این مورد نداریم. میگه همیشه برنامه ها، یعنی قرباقی داره به هویزر میگه، میگه همیشه برنامه ها به وسیله فرمان به آنها ابلاغ میشد و اینکه فرماندهان نیروها حق نداشتن با همدیگه جلسه و ملاقات بکنن، یعنی باید شاه باشه که اینا این کارو بکنن. ببینید اهمیت مرور دقیق حقایق این ماجرا به نمایش گذاشتن پدیده فرافکنی و مسئولیت گریزیه. به شدت نیاز داریم مسئله انقلاب رو برای خودمون روشن کنیم تا بتونیم از پیروزی و ناکامیش بیاموزیم. بیاموزیم که چه شد، چرا انقلاب به کجراهی مذهب کشیده شد و چگونه به چاه فقاهت سقوط کرد. بیاموزیم که خسارات ناشی از کمدانی و عدم شناخت کامل میتونه جبران ناپذیر و طولانی باشه. بیاموزیم که بدون برنامه ریزی مشخص و شفاف جایگزینی، براندازی نه تنها مشکل گشا نیست بلکه میتونه باعث ناامنی، هرج و مرج و دگرگونی تخریبی بشه. سپاسگزارم. ممنونم از شما. این مقاله که اون دو بیتی آخرش هم خیلی جالبه، حتما پیشنهاد میکنم دوستان اگه میخونن اون رو، من روی فیسبوک هم گذاشتم. چند تا پرسش کوتاه برای من به وجود آورد که شما واژه کمدانی رو به کار میبرید که منم یاد گرفتم از شما، ولی این بار اون رو با نادانی مقایسه میکنید. ضمناً اشاره میکنید به نلسون مندلا و سوم هم همون دو بیتی که اونجا نوشتید. اگه لطف کنید در مورد این سه نکته بیشتر توضیح بدید و برامون باز کنید ممنون میشم. یه کمدانی رو مطرح میکنید. ببینید چند سال پیش یک مقاله نوشتم در مورد جورج بوش، همون زمان جورج بوش، در حدود سال فکر کنم 2003-2004، و تو اون مقاله جورج بوش رو نادان خطاب کردم. بعد فکر کردم که این واژه نادرستیه. وقتی دادم واژه نادان رو به کار میبره یه خود شبیه 100%، یعنی دیگه ما وقتی یه نفر میگیم نادان، یک نفر رو نادان خطاب میکنیم، نه شانسی براش باقی گذاشتیم و نه جایی براش شک و تردید. خب من جام جهان نما ندارم که در مورد کسی چنین ادعایی داشته باشم. از این رو واژه کمدانی رو به وجود آوردم، ولی ادعا نمی کنم که پیش از من وجود نداشته، ولی تا اون زمانی که من شروع کردم به کار بردن من هیچ وقت اینو در جایی نشنیده بودم. و اما از راجب گفتین که نلسون ماندلا، ما تو اندیشکده به آزادی و برابری انسان باور مطلق داریم، یعنی همه چیز اندیشکده بر اساس همین پایه‌گذاری شده. نلسون ماندلا واقعا یک مبارز راستین برای مردم میهنشه. تازگی ها تو شبکه‌های اجتماعی یه چیزی رو به اون نسبت میدن، ولی اصلا فرق نمیکنه که این مال اونه درسته یا درست نیست، چون اصل مطلب خیلی جالبه. میگن که اون گفته سه پدیده نژاد، جنسیت و مذهب ما رو از همدیگه متمایز نمیکنه. خیلی جالبه. میگه که علتش اینه که انسان‌ها به دو گروه، دانا و نادان، که من تغییرش دادم به کمدان، تقسیم شدن.
بعد این کمدان ها هستند که تبعیض نژاد و جنسیت و باورهای مذهبی رو به وجود میارن و ماها رو از هم جدا و دور میکنن و بینمون تضاد به وجود میارن. به نظر من خیلی جالب. چنانچه به این گفته دقیق توجه کنیم درس بزرگیه. و اون چه مندلا چه فرق میکنه که مندلا گفته یک استیه، تبعیض نژادی، تبعیض بین زن و مرد، ایجاد شکاف در باورها نتیجه کمدانیه. یعنی ایشون داره اینو برملا میکنه. و اما اون شعری که بهش اشاره کردیم، وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هر دو، مصیبت از مسلمان هاست یا کفار یا هر دو، همه داد وطن خواهی زنن اما نمیدانم وطن خواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو. این وطن خواهی، میخوام خاطر جمع باشم که بیننده ها در این چارچوب بهش نگاه میکنن، برای مبارزان راستین یعنی عدالت، آزادی و مردم سالاری. وطن خواهی فقط پرستش یک زادگاه نیست. از دید نلسون ماندلا وطن خواهی، ما باورمون اینه، برای اینه که به نلسون ماندلا احترام میذاریم، وطن خواهی که در این بیت دومه که همه داده وطن خواهی زنن اما نمیدانم وطن خواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو، این بیچون و چرا شخصیت ماندلا رو به نمایش میذاره. چرا؟ نگاه کنیم به زندگی ماندلا، سه بخش. بخش اولش همش صرف نوشتن و مبارزه است، بخش دومش 28 سال توی زندانه، بخش سوم تا مرگش در خدمت میهن و مردمش. و به نظر من واقعا یک شخصیت بی‌نظیریه. در اینجا میخوام یه نگاهی بکنیم به در این چارچوب به میهن خودمون. ما 3000 سال تحت کنترل سلطنت‌های ذل‌اللهی و بعد در دوران پهلوی موهبت الهی بودیم. طی 200 سال گذشته تنها 3 بار دولت مردم سالار رو تجربه کردیم و مردم ایران تنها برای اندک مدتی بوی آزادی به مشامشون رسید و عدالت رو لمس کردن. قائم مقام، امیر کبیر و مصدق، 3 شخصیت میهن پرست، پیشرو و خدمتگزار مردم. ولی این 3 تن جمعاً کمتر از 7 سال فرصت خدمتگزاری به مردم و میهنشون رو داشتن. شما نگاه کنین که صدارت قائم مقام 1 سال، صدارت امیر کبیر 3 سال و 3 ماه و هر دوشون به دستور شاه به قتل رسیدن. دولت مصدق پس از 2 سال و 3 ماه و 15 روز با کودتای انگلیسی آمریکایی 28 مرداد با همراهی شاه سرنگون شد. اینجا واقعا یه پرسش برای آدم به وجود میاد که آیا ما لیاقت آزادی و شایستگی مردم سالاری رو نداریم؟ آیا رژیم فقاهتی و حکومت آخوندها در حد شعور و لیاقت ماست؟ ما با در نظر گرفتن این واقعیت‌های موجود و با علم به این که چه مشکلات بزرگی بر سر راهمونه و در فرهنگمونه، ما کمبودهای بسیار شدیدی در فرهنگمون داریم. در حال حاضر پیشنهاد اتحاد و اتفاق و این پدیده همه با هم یک سراب و خوشخیالیه، یا در بدترین نوعش یک گمراه کردن و عوام فریبی مردمه.
برای اینکه اندیشه یک بعدی کمدانی با حرف و شعار نمیشه تغییر داد. کمبودای فرهنگی که در تار و پود زندگیمون جاسازی شده رو نمیشه با پیام و پیمان معجزه آسا دگرگون کرد. چنین آش شلقلمکار سیاسی نه توی یه دیگ جا میگیره، نه میپزه، نه میشه خورد و نه قابل هضمه. باید با چشمهای باز واقعیت رو ببینیم، حقایق رو بپذیریم و باید بدونیم که جامعه برای دگرگونی نیاز به شهروند داره. رهایی مردم و نجات ایران در گروه دانش و بینش خودمونه. سپاسگزارم. من ممنونم از شما. آقای لادن، یه سوال به اصطلاح فوق برنامه از شما بپرسم. من تلویزیونای ایران رو نگاه میکنم، میبینم آقای روحانی به مردم میگه که این زجر و بدبختی و مصیبت و گرونی رو تحمل کنید، ما داریم پیروز میشیم. از این بر ترامپ و طرفدارانش رو گوش میدم، میبینم اینا هم در رابطه با ایران میگن که اب نداره این گرونی ها و اینا، مردم تحمل کنن، ما پیروز میشیم. به نظر میرسه پیروزی دوتاشون یه چی هست؟ شما نظرتون در مورد این دو که دوتاشون میگن ما میخواییم رفاه و به اصطلاح خوشبختی رو بیاریم برای ایرانیا، اونا هم میگن بهشت و نمیدونم زندگی بهتر میخواییم بیاریم، کلا نظرتون رو تو چند دقیقه در مورد این دو شعاری که اینا میدن بگین و شما هم باور دارید که اینا فقط یه دسیسه‌ای بیش نیست و هر دو پیرو یه به اصطلاح دستورالعمل هستن؟ نه، من خدمتتون قبلا گفتم من دو مسائلی که تئوری توطئه است نمیپذیرم. بلی، ببینیم، ما همیهنانمون برای غیر از حزب اللهیا کاملا رژیم فقاهتی رو و مله ها رو، آخونده رو شناختن، تشخیص دادن که اینا چجور ناانسان هایی هستن و فساد و بقیه رو همه رو میدونیم، نیاز به بازگو کردن نیست. ولی عده زیادی از هممیهنانمون با یک کمدانی و گمراهی یک علاقه هایی نشون میدن نسبت به ترامپ. ترامپ یک شالاتان خودشیفته که فقط و فقط دنبال منافع شخصیش، هیچ چیزی این شخص براش ارزش نداره، نه مردم آمریکا، نه انسانها، نه آمریکا، هیچ چیزی غیر از منافع خودش و خانوادش. آقای ترامپ تقریبا مساویه با یک آخوند ایرانی، هیچ تفاوتی نداره، همه چیز و همه چیش در همون حد و چارچوبه، یک شالاتان مطلق. خب بنابراین این شخص هر چیزی که کمک کنه که بتونه 4 سال دیگه خرسواری کنه میکنه. و بعدم این که ترامپ بیشتر از 400 میلیون دلار بدهی داره که الان موعدش رسیده و کفگیرش به تای دیگ خورده، برای اینکه بده تمام این دارایی‌هایی که ساختمونا و هتل‌ها و فلان همش گروه تا خرخره. 400 میلیون دلار هم همین الان باید پرداخت کنه. ترامپ میخواد یه جوری، چون ترامپ امکان داره که اگر این انتخابات بازنده بشه به دادگاه و زندان و این چیزا برسه، میخواد یه جوری به هر وسیله‌ای که شده 4 سال دیگه سوار کار باشه که بتونه آرام آرام با بدبستون این مسائل رو منتفی کنه. ممنونم. به قول امریکایی ها you made my day. و بله، این امکان هست که از کاخ سفید به زندان سیاه بره. ضمناً شما میگید 400 میلیون، 400 میلیون الان بده کاره که یعنی موعدش آمده، ولی بیش از 1 میلیارد دلار بدهکار است و به همین خاطر دوستان دقت کنید که هر روز میره دادگاه
و هی فرجام رو فرجام، تأخیر رو تأخیر، تا اینا رو به اصطلاح عقب بندازه. و بیشترین دلیلی که میخواد 4 سال دیگه انتخاب بشه، نه اینی که آمریکا رو گرید کنه، میخواد خودش رو از زندان و اینها به اصطلاح رها کنه. آقای لادن خیلی ممنونم از شما و متشکرم که با ما بودید. امیدوارم که بیشتر شما رو داشته باشیم، ما میستون میکنیم اون هفته‌ای که شما نیستید. خیلی ممنون، اوقات خوبی داشته باشید و آخر هفته خوبی. همینطور امیدوارم که هم میهنانمون اوقات هفته خوبی داشته باشن و به فکر این باشن که چجوری خودمونو از شر این ملاها رها کنیم. خیلی ممنون، با امید دیدار. خب دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. فیسبوک ایشون رو خواستم نشون بدم، چون فیسبوک جدید شده، آدرس یه طرفه، عکس یه طرف، و پیشنهاد میکنم حالا بعد به آقای لادن مینویسم که اون قسمت کاور پیج رو هم استفاده کنن، اونجا آدرس اندیشکده و اینا رو بذارن، و ما باید حد اکثر استفاده رو از این دستگاه‌هایی که داریم انجام بدیم. و میبینیم که مثلا اوباما با استفاده از همین فیسبوک و اینها تونست بیاد انتخاب بشه، ترامپ با استفاده از توییتر، و اگه اونا استفاده میکنن ما چرا استفاده نکنیم؟ در صورت ازشون ممنون و متشکرم. خب امروز آقای حسن ارشاد برنامه به اصطلاح برای ما نفرستادن. یه اشکالی دیگه که من متوجه شدم، دیدم ما داریم برنامه مثلا 300 ایشون رو، 290 ایشون رو نشون میدیم، ولی ایشون توی فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام و اینها رسیدن به برنامه شماره 300. با ایشون هم تماس میگیرم ببینم چه برنامه ای. ما حالا به اصطلاح فرصت رو غنیمت میشماریم و سعی میکنیم چند دقیقه دیگه با شما باشیم. اولا که یه خبر بد اینجا دیدم نوشته 4 دقیقه قبل، آقای به نام میثم حسینی نوشته فوری معلم فرانسوی که کاریکاتور پیامبر اسلام را در کلاس درس نشان داده بود، ساعاتی پیش توسط یک مهاجم سر بریده شد. یک معلم فرانسوی که اخیراً سر کلاس درس کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام را نشان داده بود، سر بریده شد. مرد مهاجم به این معلم تاریخ به ضرب گلوله پلیس فرانسه کشته شد. این حادثه حدود ساعت 17 به وقت محلی در شهر کوچک کنفلانس سنت اونریون در منطقه ایویلیون در نزدیکی پاریس روی داد. رئیس جمهوری فرانسه قرار است تا ساعتی دیگر در محل حادثه حضور پیدا کند. به اصطلاح ویدیویی رو گذاشتم روی صفحه فیسبوک خودمون که آقای تاجرزاده، حتما میشناسیش، ایشون هم یکی از دستاندرکارانه، بذار تصویرش هم بهتون نشون بدم، یکی از دستاندرکاران رژیم آخوندا بود، ولی بعد به اصطلاح جدا شد. ولی توی این ویدیو خیلی قشنگ چند بار یه چیزی رو میگه که بیشتر ما هم از همدیگه گاهی میپرسیم. بذاری اصلا من براتون ویدیو رو نشون بدم. ببینم. یا مثلا فیسبوک باید دوبار بزنیم. جمهوری اسلامی اعتقاد ندارم. اعتقاد ندارم. از این موضوع نیستش که چون از اول مخالف بودم یا مثلا بی تفاوت بودم حالا مخالف شدم. من زندگی گذاشتم برای جمهوری اسلامی. بعد دارم یه نظامی دارم اومده، هر کجا انگوش میذاری فساده، هر کجا انگوش میذاری بیکفایتی. 40 سال تورم 2 رقمیه و بس دیگه. یه جا باید قطع کنیم دیگه. این جامعه چجوری بگم با این وضع معترضم؟ شرکت نمیکنه تو انتخابات، تظاهرات شرکت نمیکنه، میکشیمشون. ما انقلاب کردیم که مهرش که میگیم 15 خرداد توی تظاهرات که مردم میگن چرا بنزین گرون شده، بیشتر از 15 خرداد آدم میکشین. آخه چی قابل دفاعه؟ چرا؟ آنارشیست نیستم، آدم خامی هم که نیستم بگم حالا اینا برن ابن زیادم بیاد بهتر از ایناست. نه، دلم نمیخواد ایران به هم بریزه. اگر روزی جمهوری اسلامی به هر نحوی از بین بره یا براندازی صورت بگیره، فکر می‌کنید بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ هرج و مرج. هیچ آلترناتیوی نیست. بگید کی؟
حزب الله یه چیز میگه، سلطنت طلبش یه چیز میگه، مجاهد خلقش یه چیز میگه، مارکسیستاش یه چیز میگه، سکولارها یه چیز میگه. من یه وقتی به بعضی از این جوونا میگفتم حتی اگر شما ثابت کنید که انقلاب اشتباه بوده، ما باید شاه رو نگه داشتیم و تلاش میکردیم که اصلاحات بکنیم. اگه فکر میکنید الان جمهوری اسلامی بره، رضا پهلوی برمیگرده، نظام شاهنشاهی توی مملکت حاکم میشه، به نظر من توهم. کادر ندارن، برنامه ندارن، آدم ندارن. همچون که اول انقلاب سال 50 ما نداشتیم، یعنی ما اگه واقعا سال 50 خواستیم بلاز کارشناسی کشور اداره کنیم، بعد 90% از سلطنت طلبا استفاده میکردیم، تا نکردیم، کلی هم آسیب دیدیم. ما الان جامعهمون کاملا متکثره، هیچ کس ما تو ایران نداریم، هیچ فرد و جنایی که به تنهایی 50% به علاوه یکی مردم ایران رو نمایندگی کنه، نه رای دهندگانی که میان. تازه داشته باشیم خون 49% دیگه میخواد چیکار بکنه تو این مملکت؟ تو اطلاع ثانوی نسبای نیروس، این نیروش کارش نمیشه کرد. تنها کارش میگه چیکار کنه که مجبورش کنیم که تو به قواعد بازی باید تن بدی، وگرنه حذف نمیشه. زندان جمهوری اسلامی چطور بود؟ برای خودم احساس کردم کفاره گناهانه دهه اولی که انجام دادیم دیگه. کدوم رفتار خودتون خطا میدونستید توی هر کجا که ما در دفاع از حقوق مردم کم گذاشتیم اونجا یکیش به دست فقیر، یکی جنگ، ادامه جنگ، یکی ادامه سفارت، این سه تا از همه مهمتر بود. من چون فکر میکنم بسیار از انحرافات و مشکلات امروز ما ناشی از این سه تاست. خب دوستان دیگه اینقدر به اصطلاح آش شور شد که آشپز هم به صدا در اومد و اقرار کرد. حالا شما تو صحبتای این آقای تاجرزاده چه ایرادی میبینید، چه اشکالی میبینید؟ آقای نیساری و دیگران باید این نوار رو چند بار گوش کنن و پاسخگو باشن. از این که من امروز یاد گرفتم و این وسیله هم مجانی هست، میتونم فلایر چاپ کنم، عکس چاپ کنم، هی بنویسم و هی بفرستم و هی بگن این شنبه بیان، اون یه شنبه بیان، فایده ای نداره دوستان. 40 سال که دروغه. اون 20 سال اولش هممون دنبال این بودیم که بچه هامون مدرسه برن، خودمون یه سقفی بالای سرمون باشه. 20 سال همین حرفا رو تکرار میکنیم. اون آقا ضیا بیچاره آتابای دیگه الان پسرش هم کشتن، دیگه بدتر از بدتر شد. افراد دیگه مثال بزنید، هیچ که دیگه نیست. حالا ایشون میگه اگه شما فکر میکنید این آقای رضا پهلوی آمده پیمان نو، نمیدونم پیمان نوین، خب حالا فردا میاد میگه اینا هم کم دارن نمیتونن. شما اگر میتونید و دارید بفرمایید جلو. ممنونم که با ما بودید. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و توی تلویزیون مردم همونجوری که بارها گفتیم از چپ چپ تا راست راست، مذهبی تا بیدین و خدا باور بی خدا، همه میتونن بیان حرفای خودشونو بزنن، به شرطی که تحمل شنیدن ایراد و اعتراضات دیگران رو هم داشته باشن. باز هم ممنون که با ما بودید. روز روزگار بر شما خوش. نه اجازه بدین چند تا عکس خوب و جوندار بهتون نشون بدم. یکیش این عکس ماسک هست که وقتی رئیس جمهور شارلاتان آمریکا ماسک نمیزنه، ولی ببینید این بچه ها بیچاره ها هیچی ندارن، شورت نداره بپوشه، ولی چه کار کرده با مقوا و اینها ماسک درست کرده. از اون ور روحانی رو دیدم که ماسکی گذاشته جلو دهنش که مسخرش کرده بودن که شبیه به اصطلاح شورت خانم ها هست. و اما این ترامپ ببینیم چی که بله میگه که ترامپ شارلاتان که همیشه با دوز و کلک وام گرفت، بنگر که چگونه ویروس کرونا گردن ترامپ گرفت. این رو شاعر تنبل شیرازی که خودم باشم نوشته بودم، کپی زده بودم از اون بهرام که همیشه گور گرفت، ببین که چگونه گور به اصطلاح بهرام گرفت و اون ماجرای کنیزک و بهرام گور بود. و این عکس به نظر من جالبه، نشون میده. بارها من به شما یک چیزی رو نشون دادم، یه مقوایی که این ورش قرمزه اون ورش آبیه، من به شما نشون میدم، شما میگی قرمزه، من این ور نگاه میکنم آبیه، هی فریاد میزنیم فکر میکنیم ما اشکال داریم، در صورتی که دوتامون داریم درست میگیم. فقط گاهی وقتا باید جامون رو عوض کنیم یا بیایم نزدیکتر تا هر دومون به یک سمت و به یک سو نگاه کنیم. ببینید این از این ور میگه این 3 تاست، اون از اون ور میگه این 4 تاست. میگه این که تو درست میگی به این معنی نیست که حتما من اشتباه میگم،
تو زندگی رو از دید من نگاه نمی کنی. و اینم ایران محرم، اینم حالا محرم هم نمیدونم هست گذشته، ولی بذارید براتون بخونم ببینم چی بوده. دوستانی که خیلی فکر میکنن دوره شاه نمیدونم سکولار بوده و همه آزاد بودن و اینها، ببینید معمولا آقای اکبری اینا رو میذاره، ازشون ممنونم، نمیدونم از چه آرشیو و بایگانی استفاده میکنن که این همه عکسای قدیمی و اینها میتونن پیدا کنن. اطلاعی شهربانی کل کشور درباره نکاتی که در ایام سوگواری باید رعایت شود، این اعلامیه از طرف شهربانی کل کشور صادر شده است. با فرارسیدن ما محرم که ایام سوگواری و برگزاری مراسم یاد بوده شهادت بزرگترین رادمرد عالم اسلام حضرت حسین ابن علی می باشد، شهربانی کل کشور بدین وسیله نکات زیر را به اطلاع عموم همیهنان محترم می رساند و انتظار دارد در رعایت آن به منظور حفظ شعائر اسلامی نهایت دقت. خلاصه قانوناشون میگه، حتی جریمهشون رو میگه و از یه طرف هم میگه که نسب و استفاده از بلنگو در خارج از تکایا و مساجد مطلقاً ممنوع است و بلندی صدا باید مناسب با محوطه داخلی تکایا و مسجد بوده و فقط در داخل مساجد فلان تا ساعت 22 مجاز خواهد بود. خب براتون یه چند تا عکس دیگه هم گذاشتم. یه دلیلی که اصرار دارم اینا رو نشون بدم اینه که میخوام پاکشون کنم و توی صفحه ما نباشن یا توی کامپیوتر ما نباشن. اینجا میگه که قبلا هم بارها خوندم، میگه هر عقیده‌ای محترم نیست. عقیده فاشیست‌ها که به نژاد برتر اعتقاد دارن محترم نیست. عقیده هیتلر که میلیون‌ها انسان را به کوره آدم‌سوزی می‌فرستد محترم نیست. عقیده گاوپرستی که با ادرار گاو وضو می‌گیرد معتبر نیست. عقیده کوکلوس کلن‌ها که سیاهان را به صلیب می‌کشند و می‌سوزانند محترم نیست. عقیده طاهری که به جن معتقد است، آقای طاهری محمد علی طاهری که به جن معتقد است و انرژی درمانی محترم نیست. عقیده کسی که با غمه سر فرزند 2 ساله خود را به بهانه عاشورا میشکافد محترم نیست. کسی که با ختنه دختران و قطع حساس ترین عضو بدن زنان آنها را از لذت جنسی محروم میکند محترم نیست. عقیده مولوی که میگوید زن دستمالی است، دوستان مولوی، عقیده مولوی که میگوید زن دستمالی است برای رفع شهوت مرد محترم نیست. عقیده مذهبی که تجاوز به همسر سربازان شکست خورده را دستور میدهد محترم نیست. هر عقیده‌ای محترم نیست، حتی اگر 8 میلیارد پیرو داشته باشد، که ما میدونیم هیچ عقیده 8 میلیارد پیرو نداره، چون 1000 تا خدا داریم، نمیدونم چند تا نوع دین و مذهب مختلف داریم. حتی میگن که آقای اون هنرپیشه چیز به اصطلاح هالیوودی گفته که این همه خدا و این همه مردم دعا کردن یکیش پیدا نشد کمک کنه توی کووید و کووید 19 یا کرونا، ولی این چیزا بودن به اصطلاح اینایی که تو بیمارستان کار میکنن، از پیش از نظافتچی گرفته تا دکترا و جراحا که با خطر انداختن جون خودشون به ماها هم کمک کردن. این توی صحبتهای آقای لادن میخواستم نشون بدم، چون قبلا ازشون اجازه نگرفته بودم این کار رو انجام ندادم، چون تقریبا همون صحبتهایی بود که در رابطه با نلسون ماندلا داشتن که ما همه، اینجا میگه که ما همه انسان بودیم تا زمانی که نژاد ارتباط ما را از هم گسست، مذهب جدایمان کرد، سیاست تقسیممان کرد و ثروت طبقه بندی. این نوشته ها جالبه، ولی یادتون باشه اجازه ندین چیزای جالب شما رو گول بزنه و در دام فیسبوک و اینها اسیر بشین. این فیلمیه که من گذاشتم و فیسبوک ما رو جریمه کرده، 30 روز نمیذاره فیلمی بذاریم یا فیلمی نشون بدیم. و توی این نوشته به این دلیل که موزیک مال وارنر بوده ما برداشتیم و اینها، ولی بعد معلوم شد که اصل کل ماجرا به خاطر این بوده که صحبت از کلیمیا هست و حقیقتا همون حرفی رو که احمد نژاد نادان زد،
این درسته که شما هر چی میخوای بگو و فکر میکنی که آزادی، کشور آزادیه، ولی اگه راست میگی یه ایراد از دوستان کلیمی و یهودی بگیر، اون وقت ببین چی میشه. و اینم آقای رضا پهلوی که بعضیا بهش دل بستن، میگن شاه و شیخ دو روی یک سکه. شما نگاه کنید این آقایی که با این هست، این هم نمونه از این پیوند. این آقا هم با رضا پهلویه، هم با آخوند و احمدی نژاد و اینها. دلیلش هم اینا اینه که میخوان هر کسی در مصدر کار آمد و نشست و پیروز شد، اینا یک به اصطلاح بخشی از اون سفره رو داشته باشن. و یه فیلم دیگه من اون روز نشون دادم که این زمان شاه رو نشون میداد، حلبی آباد، متاسفانه با یه رنگ بنفش روش نوشته که خوندنش چیز نیست، ولی این مال اون زمانه. اگه کسی به غیر از این فکر میکنه بیاد تا من براش اصل فیلم رو بفرستم. و اما اونایی که ترامپ شارلاتان رو حتی با ریگان شما مقایسه میکنید، ریگان اول گاورنر کالیفرنیا بود به غیر از این که هنرپیشه باشه، بعد ببینید کاری که انجام داده اینه که میگه من جنگ سرد رو برنده شدم. بعد اون بیل کلینتون میگه من بالانس رو، باجت رو بالانس کردم، بدهی چیز رو میدونید از بین برد و پول بود وقتی که داد به جورج بوش. جورج بوش که ریپابلیکن بود بدهکار شد، دوباره اوباما اومد، دوباره اوباما مثبت شد تا یه جاهایی، نه همش. همین اقتصادی که امروز یکم رو به بهبودی داره نتیجه اون 8 سال اوبامان، ولی ترامپ این رو هم خراب کرد و بدهی‌های زیادی بالا آورد. دلیلش هم اینه که پول داد به کشاورزا و صنعتی رو که فلج کرده که بلکه اینا رو خوشحال نگه داره برای دور دوم. و اوباما حتی میگه I gave 20 million Americans healthcare، میگه من به 20 میلیون آمریکایی بیمه خدمات اجتماعی دادم و این مردک داره از بین میبرتش. و اما ببینید ترامپ به شما چی داده، میگه I identify an elephant in a dementia test. میدونید یه آزمایشی هست که ساده ترینه برای اینایی که دچار فراموشی و اینها شدن، یک کاغذ میذارن جلوشون که شما بگو این روباه یا فیله، و این افتخار میکنه که توی اون تست به اصطلاح موفق آمده بیرون. و اما ترامپس هالووین هم بهتون نشون بدم، چون به هالووین داریم نزدیک میشیم. و اینه پلیر 2، میخوام از این عکس ها رو ببندم بره. نوشته Love my neighbors، بگید نوب. آهان، این همسایش اومده یک چیزی گذاشته اینجا، و چون ماه اکتبر این کدو تنبل و هالووین و اینها میاد، نوشته که نه به ترامپ. این نوشته که من همسایم رو دوست دارم، چون این علامت یا ساین رو گذاشته اینجا. و اما شاه خدا، این رو هم بهتون نشون بدم، قبلا هم ممکنه دیده باشید، هیچ اشکالی نداره. برای اونایی که نمیدونن و این رادیو تلویزیون های لس آنجلس بهشون میگن که اون روز نامه اون رجب رو خوندم که گفت خانومه هم دیگه خودش باورش شده بود که شوهر قبلی شوهر خوبی بوده، از بس به بچه هاش و شوهرش به شوهر دومش دروغ گفته بود. اینجوری بود، دیکتاتوری که برای خدایی کردن خود را سایه خدا مینامید. سخن محمد رضا پهلوی مصاحبه با اوریانا فالاچی، گفته من به وسیله خدا انتخاب شدم. دوستان میدونید اینو کی میگه الان؟ ترامپ میگه. و اما بذارید ببینم که دوستان چیزی اینجا نوشتن. بله، میگه که آها، خیلی ممنون سعید، احتمالا فکر کرده ما تا 4 هستیم، خبر نداشته که من امروز دارم یه مقداری توی وقت اضافی هم میرم، چون آقای ارشاد ویدیو جدید نفرستاده و بعدش اون برنامه رو پخش میکنم. و باز یک ایمیل چیز داریم، عکسی از محرم که دلیل این هست که در زمان شاه هم
شاه اسلام پناه و شهربانیش. توجه، کاباره های باکارا و مولان روژ از روز جمعه 29 بهمن به واسطه تصادف با ماه محرم و احترام به شاعر مذهبی تعطیل خواهد بود. دوستان اصلا این چیزایی که تلویزیون های اینها میگن شما باور نکنید، اینجوری نبود، اگر بود مردم دیوونه نبودن. باز اگر تلویزیون های ایرانی رو دیده باشید، الان چند وقته که دوباره صحبت از میرحسین موسوی شده و اینا این دفعه به یه جور دیگه میخوان مردم رو بکشن به رأی دادن و اینها. و همین آقای میرحسین موسوی، مهندس میرحسین موسوی، گفته که یکی از احکام جمهوری اسلامی و اسلام این است که هر کس در برابر این نظام عادل اسلامی بایستد باید کشته شود و زخمی آنان باید زخمی تر شوند تا بمیرند. این احکام اسلام که از اول بوده و تا پایان هم خواهد بود. میرحسین موسوی، کیهان 29 شهریور 1360، و همین آقا معاون رئیس جمهور یا نخست وزیر خامنه ای بود در دورانی که خمینی، بعضی ها میگن 6000 نفر، بعضی ها میگن 3000 نفر از مجاهدین و کمونیستا رو در زندان، حتی موقعی که دادگاه رفته بودن و جرمشون به اصطلاح معین شده بود، داشتن اون جرمها رو محکومیتشون تحمل میکردن، اونا رو بردن و کشتن و تیبارون کردن. و این یکی از جنایات این جمهوری اسلامیه که هنوز تا امروز کسی جوابگو نبوده. و اما این هم از آقای رضا پهلوی که میگه ببینید ایرانی ها در یک نگاه، طرف عکس رضا پهلوی رو گذاشته، میرحسین موسوی رو گذاشته، اینجا یه قالیچه ای که مال مسیحیان ولی روش داره نماز میخونه، این ورش این شمع مال کلیمیا هست، اون ور دکتر مصدقه، اون ور شاه، اون ور نمیدونم دانشمندا هستن و ترامپ و هیتلر و کوروش و مسیح و حضرت علی و نمیدونم این فکر کنم چیزای روسی هستن، بله اون مارکس، اینم بله خمینی و همه چی، تختی و همه رو گذاشته. و این خیلی عکس قشنگیه، ایرانی ها در یک نگاه. یه عکس دیگه ای بود که هفته گذشته روی اینترنت چرخید، متاسفانه من نتونستم. سم نوشته که سور بی شما باید یه آهنگ پخش کنی یا یه فیلم چند دقیقی نشون بدی، بیشتر ما پیرپاتال ها در 2 ساعت ممکنه لازم باشه بریم توالت یا غذای سر ازراق را چک کنی. میتونم از این بعد بگم دیپند استفاده کن. نه هنوز به اونجا نرسیدیم. من بعض وقتا اون وقتا 6 ساعت 8 ساعت برنامه اجرا میکردم، تازه داخلش 2-3 تا آبجو هم میخوردیم، ولی الان امکان نداره. به همین خاطر سعی میکنم بین برنامه ها. چیه شکایت کردی برم؟ خب اون ایرانی ها از یک نگاه رو نشون دادیم. این عکس خیلی جالبه و من معمولا جوانای ایرانی رو سعی میکنم، حالا که زندگی اینقدر سخته، بهشون ما سخت نگیریم، ولی دیگه بعضی وقتا هم میبینم خیلی لوس نونور بچه ننه سیسی شدن. نگاه کنید، این میگه که فاصله اجتماعی فقط جوان ایرانی و آرزوهاش، فضای مجازی بدون فیلتر، ماشین و موتور خوب، یه واحد نقلی واسه آینده، سفر خارجی. حالا من هم دارم کسی که واحد نقلی میخواد دیگه سفر خارج برای چی؟ شغل مناسب، زندگی بدون استرس، دل خوش، آرامش. من قول میدم، اولا این سگ بیچاره جرمن شپر رو با بند بستن اون بالا، قول میدم اگه همه این وسیله ها برای تو جوان ایرانی آماده بشه، خیلی هاتون خودکشی میکنی، چون زندگی براتون خسته کننده میشه. و اما این را قبلا هم نشون دادم، ولی حالا باز نشون میدم، میخوام از دستش دیگه راحت بشم. این نشون میده که یک تلفن این روزا کار چند تا وسیله رو انجام میده. و در آخر این برنامه به شما پیشنهاد میکنم که همینجوری که میگه این زندانی قبلی بوده و حالا هم نمیدونم ترامپ چی میکنه، میگه که if Trump wants to deport rapist, he should start with his own supporter. این یکی از طرفداران ترامپه که خیلی ها رو به اصطلاح ریپ کرده، تجاوز کرده. گفتم آخرین، ولی آخرینش اینه. دوستان
میگه زندگی خیلی کوتاهه، قدرش رو بدونین و با طرفداران ترامپ به اصطلاح کلکل نکنید، وقتتون رو تلف نکنید. آرگیو یعنی همین یکی شما بگید یکی اون بگه. در صورت من از یکایی که شما ممنونم که با ما بودید، برنامه ها رو پی میگیریم و این برنامه ها میدونید بهتون بارها گفتم بهترین جا برای برنامه داشتن تلویزیون مردمه، چون ما برنامه های زیادی نداریم. شما اینجا اگه برنامه بذارید، الان برنامه خودم رو پخش میکنم، کانون آوا رو پخش میکنم، آقای حسن ارشاد و دکتر ماسالی، چهار تا برنامه این 24 ساعت دور میزنه، یکیش 6 دقیقه، یکیش 2 ساعته، یکیش 1 ساعته، یکیش هم مثل من 2 ساعت و نیمه. ولی با همه اینها، با همه این اوضاع و احوال از شما ممنونم که سالهای سال با ما بودید، اگر آهسته بودیم ولی پیوسته بودیم. خیلی ممنون، آخر هفته خوبی داشته باشید، حتما سعی کنید که رأی بدید و نگید که یه رأی نقشی بازی نمی کنه. من سعی می کنم چند تا از این تبلیغای رأی رو مجانی توی تلویزیون نشون بدم. اگر شما اسپانسر بشین، سپورت کنید به این وسیله که دیگه بهتر، یه مبلغ کمی بدید، ما تلویزیون مردم رو حالا برای یا برای خودمون لنز چشم می خریم یا دوربین چیزی می خریم یا میکروفون گوسنگ یعنی گردن مرغابی، این میکروفون خیلی راحته، از این ور به طرف خودم میاد، از اون ور میره به طرف دوستان که صحبت میکنن. بالاخره من احتیاجی به پول تلویزیون ندارم نخواهم داشت، چون تا تونستم کار کردم، بعدم اینجا یه بازنشستگی داریم و خرجمونو کم میکنیم، به اصطلاح میگه گرد میخوابیم ولی محتاج افراد ناباب نمیشیم. مرسی که با ما بودید، روز روزگار بر شما خوش.